این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند. فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود به ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما که به راستی خسته نباشند. یک تنه واقعا هر روز به استودیو بیاید و این برنامه ها ضبط بشه و پخش بشه و خیلی سخت. من واقعا از طرف خودم و همه بینشگران خوب برنامه میان پرستار از جناب مهندس سیاوش گرامی بی نهایت سپاسگزارم. دست مریضا دستش درد نکنه. از باقی مانده میان پرستان ضمن سپاس از تمام زحمات شما برای حفظ و نگهداری خانه خودتون در از سنگر ایران آریایی که خانه ملت ایرانه و تبدیل شده به صدای ملت ایران، و من واقعا صمیمانه تشکر میکنم. خیلی ازتون ممنونم که این خانه رو، خانه زیبا رو، خانه کوچیکی است ولی پر از مهر، پر از صفاست، که در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست. واقعا خانه است که همه ما
ایرانیا دوستش داریم، همه ما ایرانیا، تنها جایی که برامون باقی مونده و باید نگرش داریم. اینم وظیفه شما همیهنان عزیز خارج از کشوره که واقعا دستتونم درد نکنه، دست مریضا سنگ تموم گذاشتید و تا این لحظه این خانه رو پایه‌هاشو شما بنا نهادید، شما زحمتش کشیدید و همچنانم من خودم شخصا امیدم به شماست، امید ما به بیگانگان نیست و هیچ وقتم نخواهد بود. در طول برنامه تمنا میکنم از حضورتون این دو ساعتی که در خدمتون هستیم لطف محبت بکنید و خانه خودتون و سنگر ایران آریایی رو همچنان نگه دارید. خیلی هم باز ازتون ممنونم، لطف محبت بکن. عرض کنم حضور شما، بچه های داخل کشور مدتی است، یه چیزیش حدود 6 ماه 7 ماه هست، شاید هم بیشتر، برای من مدام این جوان ها می نویسن که آقای احمدی تا میتونید آگاهی بدید، ما هیچی نمیدونیم تو ایران، و بگید از دوران شاهنشاه بگید، از اینکه اون جریان 28 مرداد بگید، از انقلاب سفید بگید، از کمونیستا بگید اینا. منم خب واقعا تو هر برنامه سعی کردم اشاراتی داشته باشم و ما هیچی نمیدونیم. اینجا این ایران آریایی برای ما شده یک حالت دانشگاه، یک کلاس درس. خب خیلی من خوشحالم و واقعا هم همینه. به خاطر همین منم سعی میکنم که در هر برنامه، مثلا فرض بفرمایید در رابطه با کاپیتالاسیون، اون چیزی که تو اندازه های خودم هست، من بدون هیچ ادعایی، اون چیزی که بلدم میام با شما در میون میگذارم. همیشه هم میگم خودتون به عقل خودتون، به خرد خودتون رجوع کنید، برید مطالعه کنید، فقط به حرف من گوش نکنید. این حرف من یه سرخطیه که شما بتونید برید دنبال جریان رو خودتون پیدا کنید و فقط به چند تا حرف بسنده نکنید. یه سری از شما عمیانان عزیز مطالبی رو نوشتید، من دیدم که بد نیست که امروز یه اشاره‌ای داشته باشیم به یک بخشی از تاریخ مملکتمون، نه تاریخ دوران قدیم، به یک بخش مهمی از نظر من، البته به یک بخشی که بسیار بسیار مهمه و منم سعی میکنم در هر برنامه وقتی که یه کاری رو آغاز میکنم به اتمام برسونم که دیگه نشه مثل سریال تلخ و شیرین به این بقیه برای عرض کنم هفته آینده، که این رو امروز با شما در میون میگذارم. فقط خواهش میکنم که حواستون رو جمع کنید و گوش کنید. در ضمن خیلی هم ممنونم از ارسال ویدیوهایی که میفرستید، این فایلایی که اظهار محبت میکنید نسبت به مملکتتون، اظهار میهن پرستیتون، اون حس میهن پرستیتون رو میخواید نشون بدید نسبت به پادشاه، همه رو پخش میکنم، فقط مقداری صبور باشید. یه موضوع دیگه هم هست، من چند بار اینو گفتم بازم تکرار میکنم، هر کدوم از شما خانوم ها آقایونی که تمایل دارید در خارج از کشور به سنگر ایران آریایی و به برنامه میهن پرستان یا هر برنامه‌ای که مورد نظرتونه میخواید کمک کنی، اون پایین صفحه من بارها گفتم یه شماره تلفن هست که از خارج از امریکا با 201 و بعد 818 564 4013 201 818 564 4013 این شماره تلفنیه که شما میتونید در خلال برنامه، مثل همین الان که برنامه زنده است، عرض کنم تلفن بزنید که به من میگید آقای احمدی چگونه میشه کمک کرد، جناب سیاوش برای شما توضیح میدم. فقط خواهش میکنم که سریع گوش کنید، چون همین یه خطه، دیگران وقتی میخوان کمک کنن زمین زمینم مشغوله ناجور میشه.
از طرق مختلف که شما از من میپرسید، من تمام همیشه جوابم این بوده، من بلد نیستم که آقای احمدی شما در آلمانید، مثلا منم در آلمانم، مثلا یا در هلندم، در اروپام، میشه یه شماره حساب بدید؟ عزیزان من تو عمرم وارد دو مسئله نشدم، نمیشم، نخواهم شد. یکی مسئله مالیه، یکی مسئله ناموسیه، اصلا و ابدا. بعدشم من قرار نیست که پول تو جیب من بره، که من که نیومدم اینجا کاسبی بکنم. من نماینده یک بخشی از شما هستم که قرار دست به دست هم بدیم تلویزیون و سنگر نگه داریم. میدونم منظور بدی نداری، ولی من همیشه عادت دارم، میگه سیلی نقد به از حلوای نسیه است. من عادت دارم حرفمو راحت بزنم که چیزی توش در نیاد. به خاطر همین حالا بعضیا قرض ورزی دارن، ورز دارن، مرض دارن، نمیدونم، یا بعضیا واقعا نمیدونن یا بلد نیستن. من کلا دارم عرض میکنم در طول برنامه لطف کنید زنگ بزنید به همون شماره تلفن که عرض کردم به جناب سیاوش گرامی، ایشون کمکتون میکنن، از چند راه میتونید به سنگر کمک کنید. خیلی هم ازتون ممنونم، دستتون هم درد نکنه. بعضی هم میگه آقای احمدی ماهیانه هر کاری میخواید بکنید، $10 میخواید بدی، $50 بدی، $50,000 بدی، $100 بدی، هر کاری دوست دارید بکنید، جناب سیاوش کمکتون میکنن. در این معقوله وارد بحث با من نشین، چون تو این رابطه من پارتنر خوبی برای شما نیستم که بتونم اظهار نظر بکنم، این در این رابطه. اما بریم سر کارمون که چه موضوعی رو میخوام بهتون خدمتون عرض کنم. اولا شنیدم که دیشب خبر آمد تهران زلزله شده. آقای احمدی این کار خودشونه، کار خودشون نیست. ببینید زمین لرزه یه چیزی نیستش که به این سادگی شما بتونی خودت را بندازی، نه که نشه، میشه، ولی همش هم نمیشه منفی فکر کرد. تهران متاسفانه، اساسا کشور ما ایران، به ویژه برخی از قسمتاش روی گسلای زلزله است که حالا درست خدا به ما نفت داده، گاز داده، طلا داده، آب داده، گندم داده، چه بدونم میوه داده و خیلی چیز میز به ما داده، عقل نداده. فقط عرض کنم حضور شما، خب زمین لرزم داده، گفته اونی که بهت دادم اینم در کنارش هست که زیاد بهت خوش نگذره. به هر حال انسان باید همیشه یه چیزیش باشه که دست به دامن پروردگار بشه، چون به هر حال باید یه چیزی بشی که تو یه شب گذار بشی دیگه، و یعنی اگه همش بهت خوش بگذره دیگه یاد خدا نمیفتی. که ایران روی گسل زلزله است، که این گسل زلزله در سراسر جهان در چند بخشه و اینها قسمت بندی داره. این گسل های زلزله درجه 1 داره، درجه 2 داره، درجه 3 داره، یعنی خیلی خیلی قوی که میزنه به بالای 7 ریشتر، بعد یک کمی ضعیفه که میزنه بین 5 تا 7 ریشتر، بعد تقریبا ضعیفه میاد رو 3.5، 4، 4.5 تا نزدیکای 5، بعد خیلی خفیفه که تو همین اروپای شمالی همونجوری که من هستم اینجاست که اصلا حس نمی کنی، و رو 3.5 خیلی دیگه بخواد اذیتت بکنه، مثلا رو 4 ریشتر که میزنه به سمت جنوب فرانسه روی دریای مدیترانه تا شمال ایتالیا، ولی از جنوب ایتالیا اون قسمت سیشل از اونجا دوباره میکشه بالا، میاد به قسمت یونان، بعد یک گسلش دور میزنه میاد به سمت ترکیه، بعد میاد به سمت آذربایجان، باز یه ریشش میره به سمت گیلان خودمون، بعد یه قسمتش میاد به سمت زنجان، قزوین، یه قسمتش میاد به سمت تهران، میره بالا از کناره مازندران رد میشه میره به سمت خراسان و به سمت افغانستان و بالا تاجیکستان، و اون یه سمتش هم باز میاد پایین میره به سمت کاشان و میره رو کبیر و کرمان و زاهدان و اینا، یه قسمتش دوباره پخش میشه میاد پایین به سمت اصفهان و باز خفیف میشه، باز یه قسمتاش هست میره به قسمت لرستان، اونجاها خفیفه و چه و چه، اینا ریشه هاشه. خب اینه دیگه، و این اتفاقا میفته.
اینا جزء خورشت کره زمینه دیگه. به هر حال اگر زمین لرزه نشه، آتش فشان نشه، سیل نیاد، وبا نیاد، تیفوس نیاد، کرونا نیاد، خمینی نیاد، یاسر عرفات نیاد، صدام حسین نیاد، استالین و چنگیز و دیگه هیتلر هم نیاد، خب دیگه آدم آدم میخوره دیگه. بالاخره هر از چنگایی باید یه چند صد میلیون غزل خدافسی رو بخونه. یه بار هیتلر میاد 60 70 میلیون آدم تیغ میزنن، یه بار کرونا میاد مثلا 2 میلیون میخوابونه. به هر حال اینه دیگه. من امیدوارم حادثه بزرگی نباشه و صدماتی نداشته باشه و دیگه تکرار نشه، ولی کن اونطوری که تا اونجایی که من میدونم از نظر تاریخچه زمین لرزه، تهران طبق یک قانون طبیعی که وجود داره، این قانون بین 90 تا هر 90 تا 100 سالی حدوداً یک قرن یک زمین لرزه بزرگ متاسفانه میگیره به اون زیر زمینش، اون ته اون قسمتی که میلرزونه، اون مثل کف دستتون رو فرض کنید، اون یکی دستتون هم فرض کنید، این دست رو بردارید، دست راستتون رو بزنید رو دست چپ، بعد اینو اینطوری مالش بدید. این زیر زمین اینطوریه، این گسلا تکون میخوره، این تکون خوردن ها واسه تخریب میشه که هرچی بالاتر باشه، به پوسته زمین نزدیکتر باشه، این تخریبش و خرابیش بیشتره. و تهران هر از چنگای اون پایین میسی که دارن غلنجشون رو میشکنن یه بدطوری تکون میده که صدمات زیادی میگذاره. متاسفانه به دلیل ساخت و ساز غیر قانونی و غیر اصولی و اون ساختمانهایی که همه شیشه‌ایه، اون لوله‌های گازی که بدون استاندارد رفته، اون متروهایی که هیچ کدومش استاندارد جهانی نداره، اون چی بهش میگین زیرگذر میگید، چی میگین ماشین از اون زیر میره، هیچ کدومش اونا استاندارد نیست و با کمال تأسف به دلیل استفاده غیر معقول، غیر علمی از آبهای زیرزمینی و خشک شدن سلایه اول زیر زمین، چون این زمین به چند لایه تقسیم میشه دیگه، پوسته زمین، مرکز زمین، میانه زمین و مرکز زمین، بعد اینا لاهاش یه لایه هایی داره مثل پوست رو و پوست زیر دست که بین این دو تا پوست باید یک چربی وجود داشته باشه که اگر نباشه بعد پوست ترک میخوره، خشک میشه. به دلیل سوء استفاده های ناعقلانه، غیر عقلانی از آبهای زیرزمینی، زمین خشک شده که خود تو هر از چنگای عکساشو برای من ببخشید میفرستید که مثلا خیابون امیری و یه چاله واسده وسطش، یه سوراخ واسده مثلا وسط خیابون، مثلا اتوبوس رفته توش. این به خاطر اینکه زیر زمین وقتی خشک میشه، این آبای زیر زمین کشیده میشه، این توان خودش و قوه بنی خودش رو از دست میده و خب این سنگ ها، این خاک شل میشه. وقتی خاک شل بشه مثل عضله‌ای که شل میشه دیگه، استخون نمیتونه خودش رو نگه داره و میفته، بدن میفته. برای همین میگن عضله رو باید محکم نگه داری، ورزش باید بکنی از یه سنی که میگذری که ستون بدن روی عضله میمونه، نه فقط رو استخون، باید به یه چیزی تکیه کنه دیگه. و حضورتون عرض کنم که اینا باعث این اتفاقات میفته. با بودن جمهوری اشغالگر اسلامی از این بدتر خواهد شد و همینطور که چند چاه بسیار اصلی ما رو خشکوندن در خوزستان، همینطور که چندین و چند مرکز به اصطلاح حوزه نفتی و اون مناطق گازی ما رو خراب کردن، چون این حساب کتاب در تو چیز که نیست، دیزی که نیستش که با ملاقه بری توش ازش میخواییم خود بکشی بری بیرون، این باید بهش گازهای مخصوص زده بشه، به این چاه باید رسیدگی بشه. تو وقتی میخوایی یه چیزی بهره برداری بکنی، یه چیزی باید بهش بدی که ایسی ازش بگیری دیگه. اینا فقط عادت دارن بگیرن، آخون فقط دست بگیر داره. در حال تا موقعی که این اراذل اوباش هستن، زمین لرزه هست،
سیل هست، کرونا هست و همه چی هست. اینا اگه زورشون میرسید مثلا میرفتن فلفلی، نمکی، زرجوبه چیزی میریختن تو اون دهانه دماوند، یه دوتی کشیدن بهش میزدن که آقا تو خیلی سال خوابیدی، یه آتش فشانی، یه برای ریخت پاشی، یه حالی بده. این تهران اقلا یه نصف تهران رو بسوزون. اون بیمار روانی، اون روح الله الموسوی الخمینی، اون بزرگ لوادکاران، نه تنها تنفر شدیدی از ایرانیان به ویژه از جوانان ایران و باز هم خیلی سوپر به ویژه تر از زنان ایران داشت. خمینی متنفر بود از زنان ایران، واقعا متنفر بود. اگر زورش میرسید میگفت یه سم میبریزیم توی آب که فقط زنکش باشه. خیلی متنفر بود از زنان ایران و این تنفرش هم پنهان نمیکرد. از جوانان ایران بسیار متنفر بود، چون در زمان شاهنشاه دیده بود جوانا میرفتن دیسکو، میرفتن سالن بیلیارد، میرفتن فوتبالسی بازی میکردن، از دانشگاه میومدن بیرون همه خوشتی پشکه، سینما میرفتن، دیسکو میرفتن، خارج میرفتن، جوانا داشتن حال میکردن، مسجدا خالی از جوانا بود. من یادمه دیگه تو محلمون کاسبای محل که اون موقع مثلا بالای 57 سالشون بود، سن الان من بودن، بعد میرفتن مسجد و سر زور که میشد اونم به خاطر اینکه یعنی بگن مثلا صمد آقای ماسفروش و نمیدونم محمد آقای ترشی فروش و احمد آقای نمیدونم احمد آقای ترشی فروش و محمد آقای نمیدونم میوه فروش و علی آقای نمیدونم سنگ با فروش، اینا کاسبا اومدن که یه مهر بهایی نخوره تو پیشونیشون، مد شده بود. رفتن اونجا، یه آخوندی هم بود تو محل ما تو همون یارو مسجده، این رفت بالای منبر یه چیزی رو سرهم میکرد میگفت و مثل همینه که تو تلویزیون میان روزه میخونن، این هم یه نوع روزه خونی بود، اون با عبا عمامه میکرد، اینو با کلاوات میکنن. بعد من رفته بودم دیده بودم، پدر پدر من مذهبی بود، عرض کنم هر از چنگایی که میومد خونه ما، خونهشون سرچشمه بود، میومد خونه ما هر از چنگایی جمعه ها هم میومد، این یه مهر داشت خودش، این مهر رو به من میداد، من بچه بودم. بعد من میگفتش که اینو برو بزن مسجد، برو بزن جای من، جاش هم همیشه بغل دیوار بود، زمسونا چیز بود اونجا، بخاری بود که این بهش خوش بگذره، تا به سونا هم میگفت بزن بغل در، در رو باز بود، بغل حیات چی نسیمی هم می اومد، سایه بود که نماز می خونم چون بهش خوش بگذره، با خدا حال کنه، درست حال کنه، اینطوری نعجه می شود. بعد من می رفتم این مهر که می ذاشتم تو مسجد، کسی هم نبود، واقعا کسی نبود، نگاه می کردم 15 نفر 20 نفر خدا می دونه بیشتر نبودن. خب خمینی شاکه می شود و می گفت که این جوانان اسلام مسیحیت داره، اینها باید به راه اسلام بیان، همه باید راه حسین برن، راه علی را برن. بعد دیدی کسی زمان مرکن احمق تره خورد نمی کنه، همه به جایی که راه حسین برن، راه علی برن، هم می رفتن چاتانوگا و می رفتن کوچینی و می رفتن نمیدونم دیسکویاس و می رفتن حال می کردن در همه جای ایران. بعد فیلمای لاندا بوزانکو صف می بستن، زده بود به علاوه 18 تو صف همه زیر 18 می رفتن اون تو حال می کردن، فیلم هم می دیدن. حضور شما عرض کنم که و با زنان ایران خیلی لج بود. چرا؟ چون زنان چادر گم شد، احمق بیشوری ایده بودن مثل مادر بزرگامون که خب مذهبی بودن دیگه، باقی مانده از اوائل سلطنت رضاشاه دیگه، این تو خونش بود دیگه، به زور نمیتونیسی بهش بگی چادر بر ندار. و ولی خب دیگه نسل بعد مثل مادرامون دیگه اصلا واسه اینا تره خورد نمی‌کردن و همه دامن می‌پوشیدن، همه لباس‌های شیک، اینقدر شیک بودن این خانوما، می‌اومدن تو خیابونا مدل‌های شیک، آرایش‌های شیک، مدل موهای قشنگ، کنار دریا می‌رفتن، نرسیده به کنار دریا مثلا یه 10 کیلومتر مونده برسن، بعد از اون تونل کندوان عرض کنم، پسر و دختر و زن و مرد با مایو، آقایون با شورت مایو میشستن، خانم هم با مایو دو تیکه یا یه تیکه، برها با مایو میشستن و تا برسن میرسن دم دریا با پیکانشون ترمز دستیری میکشید خاموش میکرد، نه در رو قفل میکردن، کسی کار نداشت، کسی دوز نبود، میدویدن میزدن تو آب دریا، میومدن بغل همون ماشینه، درم باز و یه ترانه هم رادیو دریا هم داشت، با اصلا ما هنگاهی شاد رامش از ستار از نمیدونم خواننده ها میذاشت و همین گوش میکردن و اونجا هم یه همون زیر پایی ماشینشو مینداخت و دوتا آبجوی تیری و پ
حسه و حال میکردن. خب خمینی خیلی شاکی میشد و عقده‌ای شده بود. یکی دیگه از عقده هایی که این بیشرف، این لعنت الله الی، این که حیف نجاست به قبرش، از تهران بود. آقا این انقدر از تهران متنفر بود، انقدر این از بچهای تهران متنفر بود که حد نداشت و هیچ آرزویی نداشت جز این که یک بار این تهران زیبا رو، این که شبهای تهران واقعا چقدر زیبا بود و این تهران رو، این درب رو داغون کنه. نه فقط تهران رو، تهران مرکز این جریان بود چون همه چی از تهران پخش می شود. به اصطلاح تهران شده بود یه مرکزی برای اینکه این اتفاقاتی که تو این شهر میفته آزمایش بشه، اگه جواب داد این بره اصفهان، مشهد، شیراز، آبادان، اهواز، تبریز، شهرهای بزرگ مملکت بود. و این متنفر بود از تهران و از بچه‌های تهران، خیلی بدش می اومد و موفق هم شد، هم جوانای مملکتمون و دخترها و پسرها رو له و لورده کرد، هم از اون شهرهایی که شاکی بود، مخصوصا از تهران، اصفهان، خیلی از اصفهان شاکی بود چون اینا میخواستن اصفهان مثلا بشه شهر مذهبی و مردم اصفهان تبدیل شهر رو تبدیل کردن به یکی از زیباترین توریستی ترین شهرهای جهان. صنایع دستی اصفهان تو تمام خیابونای نیویورک و لندن داشت فروش میرن. از شیراز خیلی متنفر بود چون شده بود شهر جشن فرهنگ و هنر، جشن شعر، شراب. شما میگودی شیراز یاد عشق میافتدی. از آبادان بسیار متنفر بود چون آبادان تبدیل شده بود به یه بندری که واقعا من نرفته بودم متاسفانه، خوزستان رو من ندیدم، ولی خب طبق این عکس ها و نوشته ها و تمام فیلم هایی که هست، آبادان تبدیل شده بود به یه منطقه‌ای که واقعا هر ایرانی، هر کسی آرزوی دیدن این شهر رو داشت. اهواز، خرمشهر. و این از شمال خیلی متنفر بود، از رامسر، بندر پهلوی، جاهایی که به اصطلاح توریستی بود و اتفاقا این شهرها رو زد درب داغون کرد. مثلا تبریز خیلی بدش می اومد سر جریان اون سید کاظم شریعت مداری گور بگور شده که پوز اونو بزنه. زیاد دمپر قم و مشهد نمی رفت به خاطر اینکه هیچ چپونده بودن تو مخ این دوتا شهر، شهر مذهبی، شهر مذهبی. در حالی که مشهد اتفاقا تنها چیزی که نبود شهر مذهبی، من مشهد خیلی رفتم، شهر مذهبی نبود و زورش نمیچربید که مثلا اونجا رو انگوله کنه واسه خاطر اون یارو کفتر بازه، بچه بازه، چون مرد که اونجا خواب مونده خودش اونجا بسه معلومی کی از چیه جریان. برحال به خاطر همین تا موقعی که این سیستم خمینیسم، این ایدئولوژی خمینیسم در ایران هست، مطمئن باشید زمین لرزه، آتش فشان و با حسب کچلی چه هر چی مریضی تو دنیا اونجاست. سیل خودشون را میندازن، آب دارن میبرن، علنا دارن جعبه درست کردن، بسته درست کردن، دارن میبرن لبنان. یا آره ما داریم کمک میکنیم به برادران فلسطینی، برادران لبنان، به سوریه، ما کمک میکنیم. گور پدرتون جرأت دارین، جیگرش دارین بیاین تو خیابون. قمر از رو بستن. حالا تو واقعا خوب شد من این مقدمه بلند هم گفتم که بیایم بپردازیم به کارمون. ببین عزیزان، من یادمه که بچه که بودم، ما ایرونی‌ها یه مثال‌های خیلی قشنگی داریم، فقط خودمونم میگیم ما گوش نمی‌کنیم. و این اروپایی ها، این غربی ها اومدن مثال‌های ما رو، فرهنگ ما رو از ما دزدیدن، بعد اومدن به طرز صحیحی ازش استفاده کردن. مثلا آلمانی ها یه مثالی دارن، میگن پولی که مال خودت نیست خرج نکن. این ریشهشو از شرق گرفتن که ما میگیم قرض نکن. خیلی چیزا رو من توی زبون آلمانی مثالاشون که میشنم میگم ای مثلا ما مشابهشو داریم. یه چیزی هست ما ایرونیا میگیم در ناامیدی بسی امید از پایان شب سیاه سفید است، دارن آلمانیا و غیره و زاده. ما ایرونیا متاسفانه فقط میگیم، گوینده های خوبی هستیم ولی شنونده های بسیار بدی هستیم. هممون ها این درد توی یه درد مشترکیه. هممون دوست داریم بگیم. میدونی چرا؟ چون عقده رو دلامون مونده. از بس استبداد در دهن ما رو گل گرفته. تا یه جای فرصت به دست میاریم همینطوری میخوایم 50 نفر حرف بزنیم. مثلا دوتا ایرانی پیشم وای میسن، هر دوشون دارن حرف میزنن. این وای نمیسن حرف این تموم بشه بعد این شروع کنه.
بعدش هم فقط میخوایم حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم، داد میزنیم، به زور با فشار میخوایم حرف اون رو به طرف قالب بکنیم. دست تقصیرم نداره، ما دست خودمون نیست، این به خاطر استبداده. اینا چیزای روانی داره توش، جنبه‌های روانی داره. حالا بفهمم شد این دکتر روانشناس هم شد، دو ساعت هم بشینیم تو این چیز تو این جلوی دوربین همین کم کاره میشه مثل دیگرا. به هر حال اینا جنبه روانی هم داره، این از نظر اجتماعی اینا مشکلات روحی و روانی اجتماعی که همینطوری هم نمیشه با قرص و شربت حلش کرد. این زمان میخواد، بعد دموکراسی بیاد، ما معنای پارلمان و مجلس رو بفهمیم، معنای احزاب رو بفهمیم. بعد یکی میگه من حزب دارم، سخنگوی حزب چه نقشی بازی میکنه؟ مثلا ما اینجا میخوایم حزب داریم، بعد مثال عرض میکنم، روی سخنم چیز خاصی نیست، مثلا میگیم رایزن حزب. خب اصلا تکلیف رایزن مشخصه، تکلیف دبیر کل حزب تعریفش مشخصه، معاون دبیر کل، بعد سخنگوی حزب، اعضای حزب، این هر کدومش تعریفی داره. ولی ما همه میخوایم بشیم مثلا مدیر، همه ما میشیم دبیر کل. عشق این دبیر کل هم پدر ما رو در آورده. این یه زمانی میخواد که ما بفهمیم وقتی یه حزبی درست میشه، اون کسی که اون بالا رأی بهش دادن شده دبیر کل این حزب، این خودش یه معاونی داره، بعد یه سری افرادی هستن که همیشه باید فرد باشه، یعنی یا 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر یا 9 نفر یا 11 نفر بخواد یه رأی گیری میشه چیز نشه، مساوی نشه، 10 نفر نشه 5 نفر بگن آره 5 نفر بگن نه، همیشه بتونه این رأی گیری جواب مثبت منفیش چیز باشه، به جلسه دوم کشیده نشه. بعد ما بعد جایگاه پادشاه رو بفهمیم. همینطوری میگه پادشاهی پارلمانی، پارلمانی پادشاهی، پارلمانی سکولار سکولار. بعد اینا این زمان میخواد، با رادیو، با تلویزیون، با نشستن رضا احمدی اینجا، نمیدونم برام شطور به تمرگ اونجا، یکی اینا نیست. این دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخ، این اینه جریانش. واسه همین بود شانشار یا به بچه ها میگفتش، دستور میداد به آموزش و پرورش آقای پیش آهنگی رو ببرین تو مدارس، بعد اینا رو ببرین اردوگاه رامسر، اردوگاه منظریه، که این بچه ها یاد بگیرن. خودمون میرفتیم چادر میزدیم، بلد نبودیم بار اول، بهمون مربیه میگفت اول اون میله وسطی رو بزن، بعد باید اینو بکشید، اون میخره بزنید، تناوب رو اینجوری بکنید. بعد اینا اس داشت، این چیزه، این میله هایی که میزدیم این تناوا اس داشت، بعد گری پیشاهنگی، بعد صبحگاهی سلام پیشاهنگی که میدادیم، هفته نیک پیشاهنگی، داشت نظم و انضباط رو به این طریق به ما یاد میداد. چون از بچه باید شروع کنی دیگه، باید از نونهالان شروع بکنی که من بچه وقتی میرم کودکستان، بعد میرم دبستان، به من اینا رو یاد بدن، بعد در کتاب رو واکنم ببینم که دارن میگن چرا ایران را باید دوست داشت، معنای پرچم یعنی چی، هرچی سنم میره بالاتر اشعار مولوی، بعد بدونم مثلا کتاب بوستان و گلستان چی بوده، مثلا فرض بفرمایید عبید زاکانی چی بوده، ملا نصرالدین فقط یه کتاب جوک نبوده، هر رو هر کرکر بخندیم، بعد فرض بفرمایید قصه فرهاد و شیرین و خسرو چه نقشی این وسط بازی میکرده و غیره و ساله. اساطیرمون رو بشناسیم، بدونیم اون خاندان صفاریان جریانش چی بوده، این یه مسگر بوده، بعد تو بچه هم هستی یاد میگیری، بدونیم آریو برزن چه سرداری بوده، بدونیم جریان ابو مسلم خراسان چی بوده، سیاه جامگان چی بوده، سرخ جامگان چی بوده، چرا آتش برمی افروختن، حسن صباح چی بوده جریانش. بعد همینطوری هی سنت میاد بالاتر، بیشتر یاد میگیری، بیشتر. همش فقط ریاضی نیست، 2 تا 4 تا 6 5 تا 5 5 تا که نیست، اینا رو باید یاد بگیری. همه که قرار نیست بشه مهندس دکتر، ما باید تاریخمون رو یاد بگیریم، ما باید جغرافی طبیعی مملکتمون رو یاد بگیریم، باید حیوانات رو دوست داشته باشیم، نباید بریم یه فصلی شکار که حیوان حامل است داره بچه به دنیا میاره، بعد به ما یاد بدن طرز صید ماهی رو یاد بدن. این یه داستانی داره، این یه رئیسی میخواد، یه پدری میخواد، برای همین میگن شاهنشاه آریامهر ایران پدر، حتی علکی نمیگن. این یه داستانی داره، یه روندی داره. آلمانی علکی آلمانی نشد، اینا هم وحشی بودن، سر کوله هم میزدن با یه فرغون، من فیلماش هست، با فرغون مارک آلمانو میریختن تو فرغونی که خاک جابجا میکنن، میبردن دم نونوایی، مثلا بهش یه دونه نون کوچیک میدادن، مثلا فرض کن یه دونه لواش مثلا بهش میدادن، مثلا اینجوری بهتون بگم. خب اینا هم بعد وقتی کشیدن فرانسوی ها تا اون پدر مملکتشون در آورد، ایتالیایی ها 10 دفعه زمین خوردن، انگلیس به همین شکل. یه روندی داره. منتها شاهنشاه آریامهر ایران پدر اومد که بدون هزینه
ما رو آدم کنه، بدون هزینه دست ما ها شیر داد، دست ما موز داد، دست ما تغذیه رایگان داد، بدون هزینه ما صاحب ورزش شدیم در جهان، بدون پرداخت هزینه انقلاب سفید کرد، نه انقلاب سرخ و خونین و میدان سرخ و اون آهنگای نمیدونم سرودهای انقلابی و لنین و بکشید و مرگ بر امپریالیسم امریکا و مصادره کنید بزنید، یا مثل فیدل کاسترو یا مثل ماو یا مثل سایر احمقا و اراذل اوباش. انقلاب شکوهمند، واقعا شکوهمند، سهم کارگر رو داد، سهم کشاورز رو داد، حق رأی به زنان ایران داد، دادگاه های محلی درست کرد دیگه، سپاه دانش آورد، سپاه ترویج آبادانی آورد، سپاه بهداشت آورد، دست کشید رو سر مملکت یک تنه با اون همه جاسوس فردوس ها، شریف امامی ها، زاهدی ها، خیلی زحمت کشید، خدا بیامرزتش. نمیدونم چی بگم، چطور امکان داره یه ملتی آتش رو شما دستت میبری طرف زغال داری مثلا کباب میکنی، مثلا همین برانشتر از دریا میکشه دستت رو دم زغال منقل برانشتر یا علی منقلی، ببین داغ دارن دستت نخورده، بعد زغال بگیری تو دستت بریزی رو سره. دقیقا همین کار رو کردن سال 57 ملت ایران، زغال آتیش رو برداشتن ریختن رو سر خودشون، بعد تازه کیف هم میکردن، بودن به 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 چه گرمایی، چه گرمایشی، چه حالی میده طبقه بالامو، موقع داشت قلقل میکرد. خدا رحمت کنه اعلی حضرت آریامهر خدایگان رو، قبل از اینکه به قتل برسونتش انگلیس، با چشماش دید و با گوشاش شنید که یه ملتی گفت ای مرگ بر ما که به تو توهین کردیم. خدا بیامون در پاسخ به تاریخ نوشت روانت شاد الازد ما رو ببخش. بریم سر کارم، هر دفعه یاد این خدا بیامون دو دفعه بغض میگیردم خدایش. جناب مهندس لطف کنید عکسای یک تا شیش رو نشون بدید تا ما با بچه ها بریم جلو. راجع به این مثال هم که داشتم میگفتم، یکی از مثال های ما اینه که در خونت رو صفر ببند، قفل بکن تا همسایت رو دوز نکنی. با این مثال بریم تا کار امروز جمعه رو آغاز کنیم. بچه هم لطفا زنگ بزنن. آقای مهندس اگر لطف کنید ممنونتون میشم. یک تا شیش رو. سپاس از شما. روح الله حسینیان میگه انقلاب نکردیم که ایران را آباد کنیم. تو اون دایره میگه آخه بابا جون ما خودمون یه زمان قاتل بودیم. خودش داره میگه. اون پایین میگه فرض کنید ایرانی مانند ژاپن ساختید، در انتها چه نتیجه حاصل میشود؟ انقلاب اسلامی حرف دیگری داشت، شاه هم میتوانست ایران را آباد کند، اما ما انقلاب کردیم تا معنویت و دین داشته باشیم. اینا رو داشته باشیم تو حافظتون چون کار داریم باش. جناب مهندس لطف بفرمایید شماره بعدی رو دو رو، ممنونتون میشم. دیگه قابل بحث ندارم، سخنی خاموشم و در این غمزده ایام ندارم حکایتی، این دیگه کاملا مشخصه. سمت راست محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی که دیگه کاملا ملت اینو شناخت که دارن تو فیسبوک خیلی بهش حال میدن. اون عینکی اون بالا هم که گربه نرس منتظری، این دوتا پایینی سمت راست اون آخونده کروبی کسافت، سمت چپ هم این موسوی تودهیه. تمام این مجموعه که دارید میبینید جز و عوامل روس و انگلیس هم. تمام این مجموعه، اون چپی موسویه، اون تودهیه، اون ستا، اون دوتا آخونده و اون مصدق هم عامل انگلیس هم. حالا چرا اینا رو نشون میدم؟ دلیل داره. جناب مهندس سبو میرم لطف بفرمایید. همه اینا آرزوشون اون پرچم وسطیه بود، یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو میخواستن بکوبن وسط پرچم شور و خورشید، میخواستن اون شپشه رو بیارن. این مرد که سمت راست که کلا داره، کلای موسی فرانسوی داره، پرچم فرانسه هم زیر دهنشه با عینک،
این همون سمت چپی است، چون من انجا نمیتونم بخونمش. این همونی هستش که خمینی دستش تو دست خمینی بود، به عنوان خلبان خمینی رو وارد ایران کرد. این یکی از مامورین حرفه‌ای فرانسه است، مامورین اطلاعاتی فرانسه. اینطوری که میگن سالیان سالم در ایران موند، با یک زنی هم ازدواج کرد به نام بیتا آهی. این یارو هستش تو لندن زیاد آه میکشه، شاید فک و فامیل باشن با هم. و اینطوری که گفته میشه در تمام این سالها در بیشتر تظاهرات های 22 بهمن که به مناسبت پیروزی انقلاب کثافت خمینی بوده، این همیشه حضور داشته. ناگفته نماند کسی که به خمینی لقب مسیح زمان رو داد همین بی پدر و مادر بود، این فرانسوی. اینم داشته باشید تا بریم عکس بعدی رو نگاه کنیم. اینا هم تو توی ذهنتون، مصدق، موسوی، خلبانه و حرفای روح الله حسینیان، اینا هم تو سرمون نگه داریم تا بریم عکسای بعدی رو با هم نگاه کنیم. میشه یعنی عکس چهارم در هست. بعد این والری ژیسکاردستان رئیس جمهور پیشین فرانسه است. این همون بود که در گوادالوپ عرض کنم در کنار اشمیت، جیمی کارتر، اون بیشرف بادام فروش بی سواد احمق مذهبی نفهم حزب دموکرات امریکا، و کالاهان که در اصل سناریو رو همون انگلیسا نوشتن. این پا انداز بود، این نقش حمید پاانداز رو این بازی کرد در جزیره گوادالوپ که زیر نفوذ به اصطلاح تحت اشغال فرانسه است، اون جزایری که در کارائیب هست. در سن 92 سالگی رفته یه دختر آلمانی، یعنی یک خبرنگار آلمانی رو دستمالیش کرده. من موندم این در سن 92 سالگی چجوری مخش کار کرده که بره یارو رو دستمالی کنه. این کسی بود که مدام از شاه بد و میگفت بد و بیرا بنویسید تو لوموند و فیگاری که شاه از دربار شاهنشاهی ایران فساد اخلاقی داره. خب جناب مهندس هست عکس بعدی یا این آخری بود؟ اگر هست لطف کن، اگر نه که من ادامه بدم، دستتون هم درد نکن. هستش بعد. این تصویری که ملاحظه می‌فهمید خدایگان آریامهره که در آخرین سفری که کاش تشریف نمی‌بردن، در آخرین سفری که به امریکا تشریف فرما شدن در کاخ سفید که بزرگترین افتخار جیمی کارتر بود در 1977، آریامهره که ببینید فنجون چای یا قهوه که دارن می‌نوشن، ببینید با چه صلابتی، با چه ژست شاهانه‌ای داره درس میده به رئیس جمهور امریکا. دم عکاسش گرد. ببینید اون مردکم با چه عقده‌ای داره شاه رو نگاه میکنه که کاش که من یک هزارم مخ تو رو داشتم. نداشتی، مخ نبود، تو پهن تو سرت بود. حیف اعلیحضرت، کاش که اعلیحضرت دو متر فاصله رو حفظ میکرد، چون این مردکم موقع کرونا داشته این کار داره. برحال پایین نگاه کنی، اون لنگ درازه سمت چپ، اون جان کری وزیر امور خارجه حاج حسین اوباماست. مردشون اون فکتو ببرن، این اسم آبی میمونه. سمت راست هم این جواد نلبند، قیافه رو نگاه کنی تو رو به خود از بغل، این نزول خورای تو بازار. ببینید چه جوری داره بهش درس میده که خفقون میگیری، زر زیادی نمیزنی، هرچی بهت گفتیم امضا میکنی تا رژیمو نگه داری. این نوکر. حالا به من بگو ای سنگ صبور، کی نوکر کی بود؟ جناب مهندس هست عکس بعدی یا این آخری بود؟ خودم تعدادش از دستم در رفت، 6 تا عکس بود. هستش. امیر عباس هویدا، زنده یاد امیر عباس هویدا، نخست وزیر ایران. این روزنامه مملکتمونه. افسر اداره راهنمایی رانندگی نخست وزیر رو به دلیل سرعت بوده جریمهش میکنه. افسری که نخست وزیر رو جریمه کرد تشویق شد. نخست وزیر داره کجا میره؟ داره میره شوروی که در مهرآباد میگه من در سفر شوروی در توسعه و تحکیم روابط دو کشور کوشش خواهم کرد. گفتگوی جالب نخست وزیر و رئیس کل شهربانی
کل کشور هنگام عزیمت آقای هویدا به مسکو در مهرآبان. این نظم و انضباط مملکت ما بود. نخست وزیر مملکت رو برای این نشون دادم که بدونید قانون بوده. حالا اینا دلیل داشتین، 6 تا عکسی که بهتون نشون دادم. جناب مهندس بی‌نهایت سپاس از شما. خب ملاحظه فرمودید خانم آقایون، عکس‌ها رو دیدی؟ حالا دلایلش رو به شما میده. گفتم چی؟ گفتم در خونت رو سفت نگه دار تا همسایت رو دوز نکنی. وقتی که من در خونم رو باز میذارم، کلیدم میذارم رو در، بعد میرم پایین، در پایینم باز میذارم، روی درم مینویسم جناب آقای دوز خواهش میکنم تشویق بالا، چاییم دم کردم. آقای دوز میاد چایشو میخوره، نهار شامش هم میخوره، سیگارش هم میکشه، هر چی هست و نیست میبره. بعد 6-7 ساعت من میام و میزنم تو سرم و گریه و شیون و زاری، ای داد بیداد حوار حوار، بردن دار و ندار ما رو. کی مقصره؟ آقا دزده مقصره یا صاحب خونه یعنی بنده؟ طبیعتاً بنده. چرا؟ در رو باز گذاشتم، کلیدم گذاشتم روش، در پایین هم باز گذاشتم، یه نامه هم نوشتم جناب آقای دزده محترم لطفا تشریف ببرید بالا، چایم براتون دم کردم. چون در خونم رو باید میبستم نبستم، ناتانلی نبستم، با تالسو جناب آقای دزده دعوتم کردم بیا دزدی کن. چرا این مثال زدم؟ ما مشروط خواهان مقصریم، ما طرفداران نظام پادشاهی مقصریم. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. من از بهرام شطور توقعی ندارم، از محمد وزق توقعی ندارم، همون که پیش حسین مهری گور به گور شده میرش هست. من از اسمال بزاز توقعی ندارم، داره کارشو میکنه. من با سازمان تروریست مجاهدین چه توقعی من میتونم از اینا داشته باشم؟ من چه توقعی از سوسکل ملوک، مریم لچک، مریم ازدانلوی قجر میتونم داشته باشم؟ هیچی. نیروی ماموریتشو داره انجام میده. من چه توقعی میتونم از مهدی ابریشمچی، نمیدونم مسعود رجوی و سایر اراذل اوباش تروریست مجاهد داشته باشم؟ اینا آدمکشن، میگم هر کس با ما نیست از ما نیست، بکشیدش. مثل آب خوردن واسه آدم میکشن. تروریستن به خاطر رسیدن به هدف، خودشون میگن ما برای رسیدن به هدف از رو همه چی میگذریم. من از سازمان تروریستی چریکای فدای خلق روسیه توقعی ندارم. بابا داره وظیفهش انجام میده، من نمیفهمم، دارم بد ویرا بهش میگم. من نباید به اون بد ویرا بگم، من نباید به توده یا بد ویرا بگم. چرا بد ویرا میگم؟ چرا بهشون میگم توده یا همیشه خائن؟ من اشتباه میکنم همچه حرفی میزنم. اون داره کارش رو انجام میده، وظیفه‌ش رو داره انجام میده. کیانوری عامل کاگبه بوده، احسان طبری عامل بوده، اعلام کرد که آقا من جاسوسم، کارم اینه، شغلم اینه. من از عزالدین حسینی که میگفت کردستان باید خودمختاری بشه، من چه توقعی از اون دارم؟ عامل نوکره. من از علی تجزیه چه توقعی میتونم داشته؟ اصلا من اشتباه میکنم به این میگم تو فلون فلون شده ای؟ داره کارشو داره انجام میده، وظیفهشو انجام. این راهی رو که داره میره همون راه رو قاضی محمد رفته. اون نتونست به اتمام برسونه، نفر بعدی جانشینش اومده. جانشینش کی بود؟ عزالدین حسینی. جانشین بعدش کی بود؟ این یارو بارزانی. اینم جانشین اونه. اصلا تو فرض کن همین امشب این علی تجزیه به درک از برای سافرین به تیر قیب گرفتار بشه، مثلا یه سنگ رو کوبید بخوره اون مخ نداشته، این له بشه بمیره. من خیال کردم موضوع حل شد، نه، یه بی پدر و مادر دیگه ای میاد. من از اون خواننده ای که به خودش میگه جمشید خمشید، خمشید جمشید کی اون یارو پسر همش رفته چپیده تو کردستان آهنگای تجزیه طلبی میخونه و اینا، یه مشتم احمق در همین خارج از کشور میرفتم توی چیز. اولین باری که من صدای اینو شنیدم، تیپ اینو دیدم، قیافه اینو دیدم، شاهد دارم. اصلا شاهد نمیخواد، شاهد زبون خودم، صدای خودم تو رادیو سیدیاشو دارم. گفتم حواستون به این باشه جوانا، گول اینو نخورین. این تجزیه طلبی، دیدین دروغ نگفتم؟ صبح تا شب تو کردستان داره زر زیادی میزنه.
من از اینا توقع نباید داشته باشم. من اصلا اشتباه میکنم، واقعا میگم من اشتباه میکنم، میام وقت شما را میگیرم. اصلا ما اشتباه میکنیم داریم وقت هم دیگر میگیریم. من چه توقعی میتونم از محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی داشته باشم؟ بابا مرجع عامل بود، عامل انگلیس بوده. چند صد تا کامیون دیگه باید مدرک بیاریم رو کنی؟ چقدر دیگه مدرک بیاریم رو کنیم که این مرجع عامل بوده؟ شاگرد پادوهاش هم عامل بودن، یه مشتم آشغال به عنوان طرفدارشون هم عامله، عاملن. اوکی؟ من از حزب مشروطه توقع دارم، من از سازمان های که اسم مشروط خواهی رو خودشون گذاشتن توقع دارم، من از طرفداران نظام پادشاهی گله مندم، من از فلان خواننده‌ای که عادت کرده توسط اشعار جنتی عطایی یا مزخرفات این یارو شهریاری که تو لجنجلس غم برک زده به دیوزگی افتاده خدا رو شکر، یا اون اسفندیار منفجرزاده یه توده یه کثیف که دوربین فیلم برداری مسعود کیمیایی رو دوشش بود، شاگرد پادویی میکرد، موزیک مد واسه توقی درست میکرد و واسه دشنه صبح تا شب تو محله معروف تهران بود. من اینا توقعی ندارم، اینا کارشونو دارن انجام میدن، به درستی میاد فیلم بلوچ برا درست میکنه، کارشو داره انجام میده. اون یکی به درستی میاد میگه که دنیای زندونی خیلی وضعش خرابه، اون یکی درست میاد میگه من تو دبی نمیخونم خلیج فارسو، کارشونو دارن انجام میدن. من نمیفهمم، من در باز گذاشتم با آقای دوز میگم بیا بالا چایم واسه دم کردم دیگه، چرا گریه میکنم؟ چرا میرم کلانتری زنگ میزنم آقای پاسبان، آقای آژان، آقای افسر کلانتری کمکم کنین، چیه خونمو دزدیدن؟ تو چشمت کور شد، تو غلط کردی در خونتو باز گذاشتی. خودمو دارم عرض میکنم آم. ما در سال 1357 در خونه رو باز کردیم، یک مش اراذل اوباشو با کارت دعوت آوردیم تو ایران، به خدای ایران گفتیم بیشین تو هواپیما، تازه شانس آوردی کاری به کارت نداریم، ما میخواستیم بکشیمت، برو گریه بکن، خون ببار، برو تو، برو ما راحت بشیم از دستت. دروغ میگم؟ مگر سیمین دانشور نگفت من حاضرم گونی تنم کنم؟ چادر چیه؟ گونی تنم کنم، فقط این بره از ایران. مگر 99 درصد هنرمندان ایران در تمام زمینه ها با دومشون بشکن نمیشکستن تو لاله‌زار تئاتر برگزار کردن، تا یک سال اول شورش 57 فیلم برگزار کردن، فیلم اومدن فیلم بازی کردن. مگر خیلی از ورزشکارا مثل علی پروین، محمود حقیقیان، امیر مرزوقی، مهدی دینورزاده، نادر فریادشیران، ضیا عربشاهی، محمد مایلی کهن، محمد دیوونه، محمد دادکان، محمد آشیخ، دیگه کسی یادم نرفته؟ نه، همه رو گفتم. عباس موسیوند، مگر اینا توی بازی های آسیا 82 دهلی توی استادیوم لعل نهرو عکس خمینی رو نگرفتن دور استادیوم دویدن میگفتن لب بگی یا خمینی، که استادیوم هوشون میکرد؟ پس چرا گریه وزاری میکنیم؟ چرا ناراحتیم؟ ما از خودمون باید شکایت بکنیم. من اول باید یه سوزن بردارم به خودم بزنم. وقتی که سوزن رو زدم رو دستم، دیدم خون اومد، یا اوه چه دردی گرفت، اون موقع باید این اجازه رو به خودم بدم یه جوالدوز چیه بتونم بزنم تو شکم شماها. من اول باید بیام آینه بزنم جلو خودم، ببینم من تو خارج از کشور جیگر کردم بیام چهار تا حرف حداقل حرف بزنم، بعد این اجازه رو به خودم بدم بگم بچه‌های ایران بیاین بنویسین جاوید شاه، بیاین تو در دیوارا شعار بنویسین، رو کاغذ بنویسین بچسبونین رو در دیوارا، رو زنگ مردم، بچه ها بگید من سرباز اعلیحضرتم. آخه اول من باید برادریمو به تو ثابت بکنم، بعد اگه تش چیزی باقی ماند بیام جلو دوربین فضل رو بخشش کنم. من اینکه خودم رفتم زیر لحاف پاسپورت جمهوری اسلامی گرفتم، یواشکی میرم ایران و میام تو خیابون امثال رضا احمدی رو میبینم میگم که ولش کن ولش کن، این سیاسیه، با این قاطی نشید، ولش کن ولش کن، از این وری رد شو. منی که میرم تو بقالیای ایرانی که 99 درصدشون جاسوسی جمهوری اسلامی رو میکنن، میرم ترشی لیته میخرم، میرم
سنگکی که ده تا ده تا گذاشتم توی یارو نایلونه میرم میخرم، منی که هنوز تلویزیونم تنظیم کردم رو تلویزیون جمهوری اسلامی، منی که هنوز با صدای اذان بلند میشم روزه میگیرم، منی که در لندن در هامبورگ اینی که به چشم خودم دیدم، در پاریس که به چشم خودم دیدم سفره اول فرض انداختن، نظری دادن به اسم جلسه سیاسی، من چرا میام میشینم اینجا میگم مصدق خائن بوده؟ مصدق خائن نبوده، مصدق داشته به اربابش خدمت میکرده. تو اسم اینو بذار خیانت، اون داشته خدمت میکرده به انگلیس. من چرا میام میگم مریم لچک؟ نه، باید بهشم گفت خانوم مریم رجوی. چرا خانوم مریم رجوی سوسکل مولو که مردشور برده اون قیافشو، این داره خدمت میکنه به اربابش به انگلیس. بابا اینا خدمت دارن میکنن. اگر منم مثل اینا یاد بگیرم خدمت کنم به اربابم، ارباب من کیست؟ کشور من، ملت من. من اگر یاد بگیرم مثل اینا منم خدمت گذار، اینا دارن به کشورشون خدمت میکنن. کشورشون که کشور بنی سگ چیه؟ دور از جون سگ فرانسه. کشور حسن صدقی خور چیه؟ آلمان. کشور مریم لچک چیه؟ فرانسه. کشور برام شطور چیه؟ آمریکا، حزب دموکرات آمریکا. اگه منم بفهمم کشور من ایران، ملت من ملت ایرانن، پادشاه من اعلیحضرت رضا شاه دومه، خب منم در خونم رو صفر میبندم دیگه، احتیاجی نیست با اینا درگیر بشم. پس من مقصرم. روی سخنم با شما مشروطه خواهانه، این عکس‌ها رو دیدی؟ اینا دارن وظیفه‌ش، میر حسین موسوی وظیفه‌ش رو انجام داد، یه چند سباهی به اتفاق کروبی در یک برهه بسیار مهم حیاتی و سیاسی ایران ملت ایران رو سر کار گذاشت و یک ترمز خیلی محکمی شد جلوی یکی از حساس در این لحظات تاریخ ایران رو که رفت به سمت سرنگونی رو گرفت. دمش گرم. چرا؟ وظیفه‌شو به نحو احسن انجام داد. من احمق بودم. من بدی میگم بد، خوب میگم خوب. اشتباهات خودتون رو بگید. منتها من جیگرشو دارم، میام به مردم میگم مردم من اشتباه کردم، اشتباهاتی که من کردم شماها نکنید. منم اشتباه کردم، رفتم گفتم فلونی، درود به شرفت، من چه میذارم هرکه بیشرفه. منم اشتباه کردم، خیال میکردم بعضی از این آقایون که خودم سالها رو خط بعضی از این رادیوها میرفتم میگفتم درود بر شما جناب عالی، من چه میدونستم اینا دنبال جریان تجزیه ایرانن، هنوزم هستن به ویژه مسئله کردستان، دروغ نمیگم که آه؟ و هنوزم قیافه علی گلابی به خودشون میگیرن، هنوزم در اجتماع ایران تعدادی از ایرانیان، من نمیگم تعداد زیادی نه کمی، من مامور آمار نیستم، خیال میکنن این اراذل اوباش حتی با موی سفید اینها جدن دل به حال ایران سوختن. کسی که خودش داره میگه من ایرانی نیستم، من در اون کشوری که زندگی میکنم من متعلق به این کشورم، هم از نظر دینم، هم از نظر مذهبم، هم از نظر ملیتم. من مقصرم که گول میخورم، از یه بابتم تقصیری ندارم، چیزی یاد نگرفتم. کی به من چی یاد داده؟ پدر و مادران ما چی به ما یاد دادن؟ پدر مادر من چی به من یاد داده؟ چشت به مال مردم نباشه، به ناموس مردم نباشه، دزدی نکنی مامان جان، این کارو نکنی بابا جان، اینجوری نکنی مامان جان، فلان نکنی بابا جان. فقط به ما تعلیم و تربیت اجتماعی دادن. پدر مادر من که تربیت سیاسی به ما ندادن. مثلا پدر من چی بوده؟ مثلا رفیق چچگوارا بوده. مثلا مادر من دوست صمیمی فرخ رو پارسا زنده یاد که سالگرد اعدامشه، که دولت آلمان توی صدای آلمان به اصطلاح اون چه دویچه وله برمیداره می‌نویسه سالگرد درگذشت خانم فرخ رو پارسا وزیر سابق آموزش بابش بی پدر مادر فرخ رو پارسا همینطوری مرسکته کرد ما اعدامش نکردن. خب این مقصر نیست، دویچه وله مقصر نیست، دویچه وله رئیس داره، رئیسش کیه؟ وزارت امور خارجه آلمان. بنگاه لجن پرکن بی بی سی و یارو پسرکی که اونجا نشسته مغوله، اون مقصر نیست که من شاکی شدم گریبان اونو میگیرم. سید ضیاءالدین، سید ابوالفضل، سید یوری چین، یارو باقلاوا فروشه، اون مقصر نیست. اون زنه که نشسته تو اینتر آشغال که اعلیحضرت تشریف آوردن اونجا، اون دوتا جرثومه فسادی که نلبکی میرفت تو دهنش با اون یارو لباس پیرن قرمزه، اونا مقصر نیستن. داره مای 5-6 هزار تا میگیره کاغذو گشتن جلوش، بهش گفتن اینا رو باید بپرسی، اینجوری باید بری، اینجوری باید بری عقب، اینجوری بدی جلو، دوربینو ببریم بر دوربین ببریم، اینجوری تو کارمندی
غیر از این بکنی هری خوش گذاشت نفر بعد، اونم قبول کرده مزدور بشه نوکر بشه. اونا مقصر نیستن، مقصر منم که یک بستری رو به وجود نیاوردم تو خارج از کشور که شاهنشاه من، پادشاه من در این شرایط تشریف بیارن در تلویزیون خودشان تا با ملتشان گفتگو کنن، یک تلویزیونی با کوالیتی کیفیت فوق العاده عالی با داشتن خبرنگاران و انسانهای بسیار حرفه‌ای. بابا مگه مملکت ما هر دنبیل که نبوده، ما هم 100 تا خبرنگار حرفه‌ای داشتیم، 50 تاش توده‌ای بود، 50 تاش آدم بود، تو همین خارج از کشور تو کانادا و امریکا کسی دمپرشون نره پیر شدن و رفتن دیگه. ها خب ما هم اساتیدی مثل استاد سیاوش آذری داشتیم، استفاده ازش نشد، نشد که باشد رفت تو صدای امریکا. ما مشکل داریم، ما مقصریم. همین الان هزاران حالا نه هستن کسایی که چاقو تیز کردن برای زدن ریشه ایران آریایی. چرا؟ چرا؟ از هر طریقی یه نارنجک بندازن تو این تلویزیون، تلویزیون رو منفجر کنن. چرا؟ حسادت، کینه، عقده. از کجا نشأت میگیره این حسادت و کینه و عقده؟ از اینکه ما ایرانیان به دلیل کمبودهای مغزی، به دلیل کمبودهای فکری کمبود داریم، عقده داریم. مثل ما ایران، کشور ایران کمبود باران داره. در تمام شعرهای ایران شما این کمپلکس باران رو حس میکنی. در 90% از شعرهای ایرانی یه اشاره به باران شده. ای زیر باران بودم، روی باران بودم، چه باران قشنگی بود، باران عشق بود، باران تون بود. این بارانه یه جای چه بوندنش تو این شعره. ما ایرونیا کمپلکس پیدا کردیم، عقده‌ای شدیم، چون خواسته هامون، آرزوهامون سرکوب شده. زورمون، خیلی راحت بگم، من میدونید با شما راحت حرف میزنم، زورمون به خر نمیرسه، میگیریم به بالونش. زورمون نمیرسه به استبداد، یقه همدیگری میگیریم. ما مشروط خواهان مقصریم، ما مقصریم، ما در خونه رو باز گذاشتیم. اگر ما با هم متحد میبودیم، بعد میفهمیدیم که بین ما مشروط خواهان هستن انسانهایی که دارای تفکرات گوناگونی هستن. ما هممون مشروط خواهیم، هممونم خواهان بازگشت نظام پادشاهی هستیم، هممونم به اعلیحضرت اعتقاد داریم، هممونم پهلوی رو دوست داریم، هممونم اسم رضا شاه بزرگ، آریامهر بزرگ میاد اشو چشامون جمع میشه، هممونم دل و رودمون و قلبمون داره میزنه واسه رضا پهلوی، هممونم عاشق شهبانویی، هممون تو همین مسائل با هم مشترکیم، منتها تو راهامون با هم یه سری اختلافاتی داریم، اختلاف سلیقه داریم، نه اختلاف عقیده. من با حزب مشروطه اختلاف عقیده ندارم، اختلاف سلیقه در روش مبارزه است، اینو میشه حلش کرد. ولی چون وجودمون پر از عقده است، تیشه برداشتیم به ریشه هم میزنیم. چی میشه؟ اونا میرن میشینن پیش یک دزد، یک شالاتان، یک کسی که شرافت و اخلاق و ناموس و حیثیت و هر آنچه که خصائص و خصلت‌های خوب بشریه گذاشته وسط چهارراه به حراج، مزدوری و دزدی و پدر سوخته بازی رو گذاشته تو جیبش. در حالی که اگر ما با هم یکی بشیم، اصلا احتیاجی نیست پیش این عراضه رو باش بریم، اینا باید پیش ما بیان. می توانیم در کنار هم مسائل خودمون رو حل کنیم. شما منو آگاه کن، شما به من بگو آقای رضا احمدی، این راهی که شما میری، این روشی که شما میری، این چیزایی که تو میگی اشتباهه. میگم قربونت برم، بیا منو آگاه کن، ممنونتم، من با منطق به من ثابت کن، بزن تو گوشم، ولی منطقی با من حرف بزن. راهی که رفتید اشتباه بوده، جواب نداده. زبان مبارزه اینیه که من میگم، نه اونی که شما میگی. چرا؟ عرض میکنم. یه پازه چیز بدیم، بذار یه استراحتی بکنیم، یه چک آبی هم بنوشیم، بیایم خدمتتون. جناب مهندس شماره 7 رو لطف بفرمایید. اینو نشون میدم کسانی که دنبال تجزیه میرن، آخر عاقبت تجزیه طلب اگر شانس بیارید این پیرمرد چلغوز میشه که بیاید بیفتی به پهن خوردن. این آخر عاقبت نوکری برای بیگانه است. تا بیایم ادامه بدیم به صحبت ها، بچه زنگم بزنید. جناب مهندس لطف بفرمایید، ممنونتون میشه.
خارج شدن، بیرون آمدن ما آقای پیشوری و من و آقای پادگان چنین بود که اون روزی که شبش ما از تبریز خارج شدیم، از طرف کنسولگری شوروی به آقای پیشوری تلفن شد که ایشون و من و آقای پادگان به کنسولگری برویم برای دیدار. صحیح. البته ما هیچ وقت رسماً به دیدار اونا نمی رفتیم، همیشه یه جوری مخفی بود نسبتاً. ما ساعت معین چند سه بعد از ظهر یا چند بعد از ظهر بود که آقای پادگان چون بیمار بود ایشون نبردیم، پیشوری و من رفتیم به سرکنسولگری. سرکنسولگری آقای کنسول رو ندیدیم، اونجا اعضایی بودن ما رو رهبری کردن به یک اتاق. در اونجا معلوم شد که یک سرهنگی بود که ما میشناختیم، سرهنگ گولیوف. این سرهنگ گولیوف اونجا بعد از رفتن مسائل اساس تشکیلات حزب کمونیست از تبریز، ایشون مسئول همه کاره بودن. ایشون آذری بودن یا روس بودن؟ ایشون آذربایجانی بود، اهل باکو. شاید اهل باکو یا یکی از شهرهای آذربایجان بود. ایشون ما رو از ما پذیرایی کرد و ما سبب رو پرسیدیم که دلیل اینکه ایشون ما رو احضار کرده چیه؟ ایشون گفت که دلیلش اینه که من باید به آقایون اخطار بکنم، این عبارت چیه؟ اخطار بکنم که امشب باید از تبریز برم. کجا؟ باکو. البته آقای پیشوری یه خصوصیتی داشت که در این مسائل گاهی عصبانی میشد و بحث میکرد. من چون میدونستم که این آقا کنسول اونجا و حرف خودش نیست، حرف دیگرانه، ولا او کاری نبود که به ما اخطار بکنه که شما از تبریز برید، ساکت بودم. آقای پیشوری بهشون گفت شما چی کاره هستید که به ما اخطار میکنید که از وطنمون برید؟ چه این حرفی به کنسول شوروی زدن کار دشواریست. ایشون بلند شد، دم در ایستاد، در باز کرد، دم در ایستاد، این عبارت ترکی رو گفت که هنوز یادمه، گفت که به پیشوری رو کرد، با من طرف نبود، من ساکت بودم. به پیشوری گفت که سنگتی رن سندیر گت. گفت اون کسی که تو رو آورده به تو میگه برو. ملازم کنی این عبارت شد. شما چه عکس العملی داشتی؟ من ساکت بودم و چون میدونستم که اونجا با این آدم این دستور بهش دادن، این کسی نیست. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرام. دیدید خانم آقایون، آخر عاقبت نوکری اینه. این مقصر نیست، مقصر منم که به این فضا رو درست کردم که این بیا تو مملکت من راجع به تجزیه صحبت کنه، جاسوسی بکنه. مقصر منم که اجازه دادم فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا در گوادالوپ بشینن زیر آب شاه مملکت منو بزنن، یعنی کشور منو در به داغون کنن. مقصر ماییم که اجازه دادیم به بنگاه لجن پراکنی بی بی سی بگه فساد در دربار شاهنشاهی ایران، در حالی که ما ملت اگر دارای عقل و شعور بودیم، اگر رجال یا رجال سیاسی ما شعور و شرف داشتن، در زمان شاهنشاه آریامهر یک حزب درست حسابی میزدن، بود رستاخیز و ایران نوین، نه اونطوری، حزبی که حزب باشه، حزبی که
کارای حزبی بکنه، جوونا نوجوونا بچه ها رو جذب کنه، به این بچه ها پرچم بده، لیوان بده عکس پرچم باشه، تشویق کنه بچه ها رو، ببرتشون یه هفته یه بار استودیوم، یه هفته ببره سینما، یه هفته ببره تئاتر، جذب کنه. حزب باید این پتانسیل جذب کردن رو داشته باشه که من برم بگم که اگه برم تو حزب مثلا فرض بفرمایید هر یه ماهی ما رو میبره مثلا فلان گردش، بچه‌ای دیگه دنبال اول دنبال بازیگوشی هستی، بعد لابلاش به ما چیز یاد بدن که وقتی من بزرگ میشم بفهمم معنای حزب چیه، بعد برم دم سفارت انگلیس توسط افراد حزب خیلی شیک خیلی مؤدبانه، نه از در دیوار بکشیم بالا بر 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 مثل حیوان عربد اونا، خیلی شیک مؤدبانه پلاکارد به زبان انگلیسی سخنگو داشته باشیم، همه جوان خوشتیپ ورزیده ورزشکار، نه یکی چرتو باشه، یکی کتونی داشته باشه، یکی گیوه داشته باشه، یکی رفته اون گوشه داره هشیش میکشه، خیلی شیک تمیز بریم وایسیم اونجا اعلام اعتراض بکنیم به دولت انگلیس که فلون فلون شده، تو به قبر پدرت میخندی میای میشینی پای بنگاه لجن پراکنی اون یارو صادق ثواب میاد میشینه اونجا، انقدر 100 ساله دارید به ملت ایران و به کشور شما خیلی بیجا میکنید به دولت شاهنشاه ایران، به پادشاه مملکت من که به دست من تقدیر رایگان داده منو مفت و مجانی، به من میگه برو مدرسه درس بخون، به پدر مادر من پالون از روی دوش ملت ایران برداشت کچلوار کرده به تن مرد ایرانی، گونی را رو سر مادرها و مادر بزرگان ما برداشت، لباس شیک و تر تمیز کرده سر مادرهای ما، ناموس و شرف یه ملت ایران بی ناموس بی شرف بی حیثیت همه چی رو از ما گرفته بود قاجاریه، ما شرافت و حیثیت و ناموس نداشتیم، چرا دروغ بگیم؟ شرافت از دست رفته، ناموس از دست رفته، حیثیت از دست رفته، غیرت از دست رفته، همه چی از دست رفته رو اون خدا بیامرزا به ما دادن، چرا نباید بریم اعتراض کنیم به سفارت انگلیس؟ چون اون کار رو نکردیم اومدیم خارج از کشور و یک سری کمپلکس هم داریم، یه سری عقدم داریم، عقده‌هامون چیه؟ از بس اینا زدن تو سرمون، چه انگایی به ما زدن، چه اتهاماتی به ما زدن، 3 اتهام بزرگ رو زدن به دولت شاهنشاهی. 1 دولت شاهنشاهی فساد اخلاقی و مالی داشت، مخصوصا دربار، خوب گوش کنید، رژیم شاهنشاهی رژیم استبداد چکمه دیکتاتور غیرقانونی 28 مرداد ساواک تخم مرداق شکنجه، این قسمت دومش. قسمت سوم دزدی فساد دزدی، خیلی دزدی میکردن، خب که دیدیم بعد از شورش 57 یه سند ازش بیرون نیومد، حالا برید نگاه کنید ببینید معنای استبداد یعنی چی، معنای دزدی یعنی چی، معنای فساد اخلاقی و مالی تا طویله علی شیره یعنی چی. خب چون ما اون کم بود تو وجودمون باقی مونده، هنوز که هنوزه اومدیم جلوی تلویزیون ها تا اینجا که با یه بدبختی یک خونه هم پیدا شده به عنوان یک تلویزیونی که ما هم اجازه داشته باشیم بعد 40 خفقان، بعد از 40 که تو سرمون زدن، زبانامونو قطع کردن، چشمامونو کور کردن، اسید تو صورتمون پاشیدن، تجاوز بهمون کردن، اعداممون کردن، گلدارمون بردن، آوارمون کردن، مال اموالمونو خوردن، هر بلایی که دلشون خواست به سر ما آوردن، یه خونه پیدا شده، یه جایی پیدا شده، چه به عنوان تلویزیون چه به عنوان دنیای مجازی، حالا ما هم اومدیم داریم اظهار وجود میکنیم، اما به ما همون اتهاماتی رو که زدن، حالا ما اومدیم داریم جواب اتهاماتو میدیم، در حالی که ما هم چیکار نباید بکنیم. بعد اومدیم به اینا به خاطر اون عقده و کمبودی که تو سرمون زدن، اومدیم با ادبیات مؤدبانه با اینا حرف بزنیم که نشون بدیم نه به خدا ما استبداد نیستیم، ما مستبد نیستیم، ما چکمه نیستیم، ما اینجوری نیستیم، ما اینطوری نیستیم، خیلی مؤدبیم، به خدا ما اونطوری نیستیم. اتهاماتی که اینا میزدن که حکومت شاه حکومت چاقوکشاست، حکومت لاتاست، حکومت چماخکشاست، حکومت 28 مردادیاست، حکومت شعبان بیمخاست، دروغ که نمیگم، دروغ میگم لاپوشانی که نمیتونیم بکنیم، اینا اتهاماتی که زدن دیگه، درسته؟ حالا ما اومدیم به اینا میخوایم با کت و شلوار و کراوات و آروم حرف زدن و ریش و سیبیل زدن و ادکلون زدن و خانوما شیک بکنن و سویچ ماشینای کادیلاکمون رو نشون بدیم، میخوایم نشون بدیم که نه به خود ما چماغکش نیستیم، ما عربده‌کش نیستیم، ما لات نیستیم، ما خیلی با ادبی. استبداد چیه؟ بیا با هم گفتگو کنیم، صحبت بکنیم، هر چی تو میگی، ائتلاف بکنیم، بیا ائتلاف بکنیم، ائتلاف نکنیم، نکنیم، ما بدیم، بدی اعلام بکنیم، شاه بد بوده، بعدش
شاه بد بوده، اشتباهاتی بوده، ساواک بد بوده، ساواک بد بوده، خیلی بد بوده، آره اشتباهاتی کرده، بعضی از کارمنداش چیزا، نه 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 فقط کارمندا نبوده، آره خب رئیساش بوده، پرویز ثابتی بد بوده، پاکروان بد بوده، همه شکنجه‌گر بودن، همه رسما و علنا اتهاماتی که ما زده، ما اومدیم داریم اتهامات روش مهر تایید میزنیم. مومن خیلی بد آدم تنها باشه، بعضی موقع خیلی خودم رو تنها حس میکنم، دروغ نمیگم بهتون، خیلی خودم تنها حس میکنم، بعضی موقع پیش خودم میگم خدایا من میفهم من دارم چی میگم، از این ساده تر هیچ کس نمیتونه بیاد بگه، من بتونم 50 نفر حرف منو متوجه بشن بسه، چون میدونم اون 50 نفر میرن 100 نفر دیگه رو حرفای منو ولی حرفمو بفهمن و قبول کنن ها، نه فقط حرفمو بفهمن و بگن که خب نه قبولم بکنن میگن بابا بعد بخاله داره درست میگه، وقتی که قبولم بکنن بتونن این حرفا رو پخشش بکنن. خیلی بد آدم احساس تنهایی، من تازه فهمیدم اون خدا بیامرز شبا پشت اون پنجره کاخ نگاه میکرده به این تهرانی که خودش یادش میاد شهریور 1320 چی بود، یه چهار تا چراغ برق پدرش بنده خدا بود، یه دستی کشید به سر من میکرد، حالا نگاه میکرد میدید چراغونی شهر تهران خیلی زیبا بود، نه فقط تهران، بچه های اصفهان قدیمی ها میدونن شیراز بد بود، تهران مشهد بد بود، تبریز بد بود، رضایه بد بود، رشت بد بود، ساری بد بود، کجای ایران بد بود، کرمان و یزد بد بود، همه جا قشنگ بود، همه ایران صفا داشت، به خدا قشنگ بود. چی کردین ها؟ پهلوی کرد، چه جوابی بهش دادی؟ تا تو کفن نشه وطن، وطن نشه خاک بر اون سرتون کنه. بریم خدامون رو شکر کنیم زلزله 5 دهم بوده، اگر خدامون رو شکر کنیم نفرین اون خدا بیامرز ما رو نگیره، چون باید کن با یکون بشم حمله کرد، خیلی بد کاری کردیم. نسل‌های آینده همینطوری که من چپ میرم راست میام هرچی از دهنم در میام، به نسلی که باعث خروج رضا شاه شد و نرفتن جلو خروجش رو بگیرن، به نسلی که جلوی شاهنشاه رو نگرفتن، میگم اونا به نسل ما فوش خواهند داد. برای همین ما اومدم تناب دار وجدان رو از گلوم شل کنم، برای همین زدم به سیم آخر اومدم همه چی رو بگم که این صدا بمونه، میگم آدمش کم این گفت به این فوش ندید، من میدونم به من فوش نمیدن ولی خیلی هاتون فوش میخورید، حتی به اسم مشروطه خواه، اتفاقا بیشتر به اسم مشروطه خواه خیلی فوش میخورید، خیلی بی غیرت شدید، فقط گوشه خونه خودمون ساکت بشینیم اینا، فقط عکسای شاه رو تو خونه خودمون بذاریم و زنگ بزنیم بیا مرزتش اینا، نمیدونم حالا چیکار کنم، خب خبر مرگت پاشو به تظاهرات، اصلا دیگه تظاهرات تموم شد، قابی تظاهرات 3-4000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر، 7-8000 نفر تو آلمان رسید به 100-150 پول، آخر رسید به 15 نفر، کنسرت ها قول قوله چی واسط میخونه، الو بیبی ایوریبادی کام آن شیلنگ تخته، چرت و پرت به بد گوش کردن عادت نیار مرد که چه به سر منظور من فشاره، که یارو اون یکی ناامیده چیه، میگه اصلا برای من مهم نیست وسط پرچم چی باشه. جناب مهندس شماره 8 رو پخش کنید، گوش کنید فریدون فرخزاد رو، ما شاگرد اینا بودیم، اینا دست ما رو گرفتن، خدا کنه ما نسل آخر باشیم که این حرفا رو میزنیم، گوش کنید به این خدا بیان باز. جناب مهندس خواهش میکنم، گفتم من بالا میرم حرف میزنم و میجنگم، یک تره میجنگم و هر لحظه ممکنه که بمیرم، چون جنگجو رو میکشن، آدمی که تو کازینوس و تو کاخاس کاری باشته بودن، گفتن که بهشون گفتن که مگر شما نبودید که در زمان حکومت محمد رضا شاه جمهوریه، ایران فعلی جمهوریه،
شیلیه؟ همینه، بفرمایید دی. اگر جمهوری خواستید بفرمایید دی. جمهوری یعنی همین، همین خوبه. چرا با هم رفیق نیستی؟ چرا نامردمی؟ چرا نامردی؟ کدوم پول؟ کدوم ثروت؟ کدوم شغل؟ شما نباشید مثل اون کسایی که میگن اگر من نخست وزیر نشم نمیرم. به جهنم که نرفتی نرو. ملتی میره برای آزادی ملت. فرهنگ لازمه، نه پست ریاست تلویزیون و ریاست نمیدونم مجلس و نخست وزیر و وکالت مجلس. وکیل مجلس کجا میخوای بشی شما وضعیتون؟ یا کدوم نخست وزیر میخوای بشی؟ کشور خرابه من نیازی به نخست وزیر اصلا نداره، نیازی به رئیس نداره، نیاز به عمله داره، به عملی که عاشق ایران باشه، برای ایران قدم برداره، برای ایران کار بکنه. بعد اینجا تو همین شهر 90,000 ایرانی، شما میتونید انگلیس رو بگینید، به خدا راست میگم میتونید، ولی حتی قلب همدیگر رو فتح نمی کنن بعضی ها، حتی به همدیگه نمی رسید بعضی هاتون. چرا؟ سپاس از شما جناب سیاوش گرامی. دیدید خانم آقایون، اون موقع چه حرفایی میزد اون بنده خدا، نفهمیدیم چی گفت. دیدید مردم داشتن میخندیدن. میگه 90,000 نفرید میتونید انگلیس رو بگیرید. دروغ نمیگه. 90,000 اون موقع، این موضوع مال بالای 30 ساله، این 37 سال پیشه. خیلی درد داره. بالای 100,000 ایرانی در پایتخت انگلیس نرن بگن جاوید شاه. بالای 100,000 ایرانی در پایتخت انگلیس نرن جلوی بنگاه لجن پراکنی بی بی سی. اونجا که دیگه کمیته نیست، اوین نیست، پاسدار نیست. اونجا که وزارت اطلاعات و لباس شخصی ها و چاقوکش ها و عربده کش ها جمهوری اسلامی، اونجا که دیگه حشمت الله پاسدار، حشمت الله تبرزدی نیست. اونجا که دیگه وحشت و اختناق نیست. حد اقلش اینه که در ظاهر آزادی هست. 70,000 ایرانی در هامبورگ چشم ندارن همدیگه رو ببینن. چرا؟ کی این فضا رو به وجود آورد؟ خودمون. همش نشینیم بگیم وزارت اطلاعات، همش نگیم تفرقه بینمون انداختن. ما هم مقصریم. ما هم مقصریم که وقتی ایرانی رو میبینیم ایرانی در رو. چرا در ری؟ چرا؟ چون چهار تا نخاله اومدن، چهار تا کسافتکاری کردن، همه رو نسبت به هم بده کردن. چون از اول بلد نبودیم نوع مبارزه رو، زبان مبارزه رو. زبان مبارزه اینیه که فریدون فرخزاد عزیز داره میگه. منتها چون تک بود شکار شد. زبان مبارزه اونی بود که استاد رضا فاضلی میگفت، حالا پخشش میکنیم. تک بود، پسرشو شکار کردن، خودشم شکار شد، خودشم کشتن. سرطان نبود، سرطانیش کردن. مثل این یکی که فرستادنش، گفتن مرد و رفت تو کما و مانوک. چون کسی که سینه سپر کنه این خطر میشه برای انگلیس، راحت شکار میشه. وقتی میگم اگر 999 تا مثل رضا احمدی باشه دیگه من نمیام داد بزنم، هرس بخورم، سرمو بکوبم به در دیوار، منم راحت حرفامو میزنم. چرا؟ چون میدونم بعد من نفر بعدی میاد، بعد من نفر بعدی میاد، تلویزیون بعدی همینه، تلویزیون روبروی همینه، بغلی همینه، همه دارن فشار میارن به انگلیس، به روسیه، به استثمار، به استعمار، به آخون، همه دارن افشاگری میکنن. نمیگم من آدم خوبی ام، صحبت خوب و بدی نیست. زبان مبارزه، این زبانو از شما گرفتن که بهتون یاد دادن بیاید بشینید اینجوری. بله البته خب ما هم با شماها گفتگو، این زبان گفتگو نیست، این زبان مبارزه، این زبان گفتگوه، نه زبان مبارزه. ما در حال مبارزه ایم، در حال جنگیم، نه در حال گفتمان سیاسی. گفتگو زمانی هست که من در کشورم باشم، حزب کمونیست در برابر حزب مشروطیت، حزب مشروطه بیسته، اون موقع در حضور ملت ما میریم با هم مناظره میذاریم. کجا؟ جاهایی هست مثل مثلا میگم فلان سالون، قشنگ تو کیهان ایران مینویسیم، تو کیهان تهران،
ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر مثلا فرض فهمید سالن چه بودم فلانجا نمایندگان چپ با نمایندگان راست میخوان گفتگو کنن، مردم میان، دانشجوها میان، علاقمندان میان، مؤدبانه شما اونجا نشستی ما اینجا نشستی، پرسش میشه پاسخ ده. این مال اون موقع است، کسی هم قرار نیست کسی رو محکوم کنه. تو اومدی از چپ میگی، من از راست میگم، تو اومدی داری ساختارهای چپ رو میخوای تو ایران پیاده کنی، من اومدم دارم محکومش میکنم که ساختار چپ در ایران جواب نمیده. برای همینه که سیاه‌کل پشتش خالی شد، برای همینه که خمینی عمامه به سر یک بی سواد لواطکار خیلی راحت توانست ایدئولوژی به قول خودتان جواب داده علمی چپ رو بندازه تو دستشوی قوم، تو توالت قوم. چرا؟ چون ساختارهای اجتماعی ایران جواب نمیده. حالا هی تو بیا تو صبح تا شب بگو ما اینقدر مبارزه خواهیم کرد که ایران کمونیست بشه، خودتو بیشعوری، یا بیشعوری یا خودتو به بیشعوری زدی یا ماموری یا هر ستایشی. مثل یارو جواد خالدارت میشینه بیشین یارو پرچم دزد بیشعور. و این مجموعه دست به دست هم داده بین میهن پرستان، بین عاشقان پهلوی تفرقه انداخته. خب باید چه کرد؟ باید بیا یک گوشه از این مبارزه رو بگیری، چون تنهایی حرفتو میخوای برسونی به جامعه و داد بزنی. فریدون فرخزاد در تمام برنامه‌اش من حداقل 10 تا برنامه‌شو زنده تو آلمان دیدم، حداقل 10 تا از برنامه‌شو زنده تو آلمان دیدم. اون آخرش هم که دیگه میرفت تو آواز و اینا من میومدم بیرون، چون من نرفته بودم آواز گوش کنم، من رفته بودم حرفاشو گوش کنم. خب نمیگم کار بدی میکره هر کی نشسته، خودم آدم میخوام بهتون شناخت بدم. خب برای همینه که اون مرد بزرگ، این هنرمند ملی، این مرد واقعا یکی از استثناءهای تاریخ مملکت ما، دکتر فریدون فرخزاد، برای همین تنها بود، مجبور بود داد بزنه. نمیدونید اونا که نزدیک دیدنش میدونن، نمیدونید وقتی این دوچار هیجان میشد چه عرقی میریخت. واقعا من میگفتم نکنه سکته کنه. رضا خان فاضلی رو اونطوری نگاش نکنید این اواخر جلو دوربین. رضا فاضلی رو بعد ببینینش اون موقعی که تو لندن بود، یک بمب بود، یک بمب ساعتی بود. اونتا چون هنرپیشه بود، حرفه‌ای بود، میدونست جلو دوربین باید چجوری بشینه. بیرون از دوربین رضا خان فاضلی اون نبود. اینا عشق به میهن، وقتی راجب میهن صحبت میکردی یک گوله آتیش بودن، ولی تنها بودن. چرا؟ مشروطه خواه میگفتن نه نباید اینجوری صحبت کنی، این نوع ادبیات ها نباید ها اینجوری ها باشد ها 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 چهچه میزدن. نه، در برابر فرقه تبهکاران زبان مبارزه زبان فریدون فرخزاده، زبان شهریار شفیقه، زبان تیمسار اویسیه، زبان رضا فاضلیه. این زبان، زبان مبارزه است. جز این 400 سال دیگه اینجاییم، هممون در خارج از کشور دفنیم، من مرده همتون زنده، هیچ تغییر و تحولی هم نمیشه اگر اینجوری بخواید برید جلو. زبان مبارزه این نیست. ما نیومدیم اینجا پاسخ بدیم که درباره شاهنشاهی ایران بد بوده یا خوب. ما نیومدیم اینجا به کسانی که بیش از یک قرن دارن به ما اتهام میزنن پاسخ اتهامات بدیم. ما در جایگاه محکوم نیستیم، ما متهم نیستیم، ما شاکی هستیم. شما مشروط خواهان جای خودتون رو که در جایگاه شاکی هستید با جای متهم عوض کردید. شما مشروط خواهان، شما میهن پرستان، شما عاشقان پهلوی هنوز نشستید دارید پاسخی میدید که اساسا نوع ادعای اتهامش دروغه، ثابت شده که دروغه. 3 اتهام به ما زدن: اتهام فساد اخلاقی و مالی در درون دستگاه دولت شاهنشاهی، استبداد و چماق و اعدام و شکنجه و فلان، و اتهام سوم اتهام حکومت غیرقانونی چماق‌کشا و عربده‌کشا. و هنوز این اتهامات رو دارن بهتون میزنن. منتهای مراتب دیگه شاه در کار نیست، اتهامو به طرفداراش میزنن، میان میگن طرفدارا چاقوکش و فحاشن، به طرفداراش میان میگن اینا میخوان استبدادو برگردونن، به طرفداراش میان اتهام میزنن آقا اینا همشون خودشون تو کنسرتون کاری نکردن، نمونهش همین که کنگر خورده لنگر انداخته. آقا ایشون، یعنی رضا پهلوی،
ایشون خب بعضی ها میخوان فقط اسمشون خوب بمونه و تو زرورق بمونن و همینطوری خیلی شیکم برن تو خاک. اولا خودت تو داعش بی سوادت و جد آبادت بری تو خاک. دوما این اتهامات ریشش در اومده بیشعور، ریشش در اومده. شماها همه تون دزدید. چرا من اینقدر میام تاکید میکنم روی موضوع؟ همشون دزدن، همشون مزدور اجاره ای ان، همشون حرفه ای دارن کار میکنن، سر کارتون گذاشتن، سر چوبتون کردن. روزای اول یادتون میاد چقدر گریبان منو میگرفتی؟ حالا تعداد یقه گیری ها کم شده، حالا دیگه کسایی که دارن گریبان میگیرن تعدادشون شده 4-5 تن واقعا زیر 10 تا. اونم کیان؟ شاگرد پادوهای خود همینان. هم یه پسری که دوزه تو آلمان میگه من دوزه میکنم، مواد میرفتن فروشگاه دوزه میکردم میفروختم به پناهنده ها، بعد میگه من شاعرم، خیلی هم خوشتیپ و خوشگلم، من جوجه تیغی میگه من خیلی خوشگل و خوشتیپم، با 500 تا آیدی میچرخه به تمام میان پرستار فواشی میکنه، با اون یکی احمقی که اونجا تمرگیده و هنوز بخوش به استاد با 40 سال سن شده استاد. ببینید اینا میدون رو خالی دیدن. میدون رو از چی خالی دیدن؟ از مبارزین واقعی. بعد وقتی که من اعتراض میکنم میشم آدم بد. چرا؟ چون شدم گاو پیشونی سفید، تک و تنها، کسی نمیاد پشتیبانی بکنه این نوع مبارزه رو. چرا میکنن تو دنیاهای مجازی؟ صدا به کجا میرسه؟ به هیچ جا. زبان مبارزه در برابر جمهوری اسلامی این زبان نیست، این زبانی هستش که شما دارید با دم موش مثلا داری میزنی به سگ چیز شکاری آلمانی. اون سگ با دم موش هیچیش نمیشه. جمهوری اشغالگر اسلامی زبان مبارز، جمهوری اشغالگر اسلامی این زبانو میفهمه، نه کت و شلوار و کراواتو. این زبان مبارزه نیست، این لباس مبارزه نیست، این لباس رزم نیست. من الان با لباس رزم اینجا ننشستم، من با لباس بزم اینجا نشستم. آقا چیکار کنیم؟ قمه ببندیم به شالمون؟ خب یا نمیفهمید یا خودتون به نفهمی زدید. چون من ببینید چقدر سری سوالو مطرح میکنم، چون میدونم یه عده مشروط خواه مغرض که عقده دارن، کینه دارن که مثلا چرا این اونجا نشسته من ننشستم. من دارم بهت میگم تو بیا بشین اینجا، کاری که من میکنم تو بیا بکن، عقده نداشته باشید. اینقدر با چشم کینه به هم دیگه نگاه نکنید. دیدید الان فریدون فرخزاد چی گفت؟ ما الان احتیاج به این نداریم دولت در تبعید بزنیم و نخست وزیر بزنیم و مجلس بزنیم و فلان. ما احتیاج داریم به عمله، به کارگر. بیل بذاری رو دوشت بریم مملکت بسازی. مثل که شماها حالیتون نیست اون مملکت چه اتفاقی افتاده. ایران از نظر اقتصادی کاملا برشکسته شده. میفهمید یعنی چی؟ نه به خدا. میدونید چقدر طول میکشه ما بتونیم ریال رو، اسم این واحد پول رو، ریال رو، اینو ما در دنیا به گوش این و اون برسونیم؟ تا یه روزی روزگاری مجددن همین آلمانیا بگن که واحد پول ایران به بچه هاشون مثلا سوال بشه تو جدول روزنامه شون واحد پول ایران ریال مثل دلار. میدونی چقدر طول میکشه؟ خیلی مثال ساده ای براتون زدم. میدونی چقدر طول میکشه تا بچه های ایرانی برن تو مدرسه بدون استرس بتونن بشینن لپتاپ بذارن جلوشون شروع کنن درس و علمی یاد بگیرن، عشق بکنن مثل اروپایی ها که میخوان برن مدرسه ناراحت بشن مدرسهشون تعطیله؟ میدونی چقدر طول میکشه تغذیه رایگان؟ میدونی چقدر طول میکشه تا ما بتونیم سوء تغذیه رو در ایران برطرف کنید؟ میدونی چقدر طول میکشه ما بتونیم ریشه، نه بتونیم مواد مخدر رو ساکت نگهرش داریم، فعلا از این حالت شتاب ساکت نگهرش داریم؟ روزی خدا تا حلب حشیش تو تهران داره باز میشه پخش میشه، فقط حشیش رو گفته. میدونید اعتیاد به تریاک در بین زنان ایران به چه درصدی از آمار رسیده؟ میدونید فرار بچه ها کودکان به دلیل آزارهای جنسی و آزارهای دیگر از خونه به چه آمار وحشتناکی رسیده؟ اینا رو تو جیب بغلم در نمیاردم بهتون بگم، روزه براتون نمیخونم. بعد تو بی شرف بی شعور، هم بی شرف و هم بی شعور، چون هر دوتا عیبو داری. اگر شرف داشتی نمی اومدی بگی دولت در تبعید، و اگر شعور داشتی همچین زر زیادی نمی زدی که بیای بگی که ما اجازه نمیدیم، ما خبرنگاری مستقل اجازه نمیدیم، ما استبداد به ایران برگرده. آخه چسونه تو اصلا وزنت، هیکلت، شکلت به این غلط کردن ها نمیخوره. در به داغون. خب من هرس چند جا رو بخورم، با چند جا دیگه به جنگم؟ خدا تا هم پیام داره میاد عقب بشینم کمال نامردیه.
میخوام بیام جلو کسی نیست. ببخشید افتادم توی ریلی که اومدم درد دل کردم دیگه باهاتون، ول کردم نصف حرفمو. گفتم دوشنبه تو دلم گفتم دوشنبه میام میگم درد کجاست. درد ما، درد ما میهن پرستان درد بی کسیه. ما بی کس شدیم، یتیم شدیم. خودمون فقط باید خودمون رو، من الان نه پدر دیگه دارم نه مادر. پدر و مادر یه چیزی هن که وقتی برن که تو دیگه نمیتونی بری پدر مادر بخری، که شما از همسر طلاق بگیری میتونی بری زن بگیری بری شوهر کنی. همسر میتونی داشته باشی، بچه میتونی داشته باشی، پدر مادر نمیتونی داشته باشی. من الان تک و تنهام تو دنیا، چون تک و تنهام خیلی باید مواظب، بیشتر ترتر مواظب خودم باشم در تمام زمینه ها. دیگه کسی نیست منو نصیحت بکنه، دیگه کسی نیست منو، هیچ ترمزی دیگه جلو پام نی. من اگه 4 تا کارم میخواستم بکنم پدر مادره جلو پام ترمز بودن، الان دو ترمز دیگه نیم تو دارم میرم. ما مشروطه‌خواها به این روز افتادیم. این مثال رو براتون زدم که حس کنید حرف منو. بی پدر شدیم، هیچ کس رو به جز خودمون نداریم، نیست دیگه، هیچ کس نیست ما رو جمع و جور بکنه. ما باید خودمون خودمون رو جمع و جور بکنیم. وقتی تونستیم خودمون رو جمع و جور کردیم، اون موقع است که رضا پهلوی میتواند به ما تکیه کند. اعلیحضرت الان نمیتونن به ما تکیه کنن. چرا؟ چون میدونن ما بادیم. به باد که نمیشه تکیه کرد، باید بری به یه درخت محکمی، به یه سیمانی، به یه بتونی بری تکیه کنیم. ما هیچی نیستیم. اگر هم نشستیم همین ایران آریایی مونده، 4 تا بچه تو دنیای مجازی دارن 4 تا کار میکنن، دمشون هم گرم. بابا خود جوشه ایران آریایی به چی بنده؟ به آه، به همین آه آه. آریا لندن 35 دلار، جمشید و دو پسرش 40 دلار، فرنگیز فرانکفورت 50 دلار. همه بچه‌ها هم گفتن جاوید شاه زنده و جاوید با سلطنت پهلوی. آزیتا کانادا 20 دلار، شاهپری آلمان 50 دلار، شاهین لس آنجلس 50 دلار، منیر سن خوزه 100 دلار، سلامتی رضا احمدی قربون شما دست شما رو میبوسم، اسد آلمان 25 دلار. اینطوری مونده. اگر همینا امشب این 25 دلار 40 دلار 60 دلار رو نمیدادن، همین 2300 دلار هم در نمیومد، یه روزم یه برنامه میام پرستانم 2300 دلار تقدیم به این تلویزیون نمیکرد. اینجوری مونده. ما اینطوری داریم مبارزه میکنیم. کسی نمیاد اینجا یه چک بکشه بگه 100 هزار تا آقا کارتون رو بکنید. نمیکنن. فراموش کردن ایرانو، سرمایه‌دارای ایرانی فراموش کردن ایرانو، حیثیت و شرفشون رو گذاشتن زیر پا، له کردن. راحت من میگم، ناراحت میشید به اسبر و سافرین، بعدتون میاد به درک، قش میکنید به جهنم. هیچ کس دیگه دلش نمیسوزه برای ایران، هیچ کس دلش برای اون بچه‌هایی که تو کارتون میخوابن، برای اون دختری که داره گل میفروشه تو خیابونا دل نمیسوزونن. دیگه دل نمیسوزونن برای خوزستان که شده خونینستان، دل نمیسوزونن برای کردستان که جوان کرد کوله بذاره رو دوشش بره عراق جنس بیاره یا بره عراق جنس بفروشه، دل نمیسوزونن برای استان ایلام که بالاترین میزان خودکشی زنانو داره، دل نمیسوزونن برای سیستان و بلوچستان که بچه‌هاش باید برن آب لجن بنوشن، دل برای هرمزگان کسی دیگه نمیسوزونه. یادشون رفته تو خارج از کشور، به فکر ماشینای خودشونن و به فکر اتروتکنان خودشونن، به فکر خودشونن. ایرانو فراموش کردن. تعداد کسانی که به راستی دل برای مملکتشون میسوزن در خارج از کشور از 100 تا یه نفر هم نیست، خدا شاهده. چی دارم میگم؟ از 10,000 تا یکی هم نیست. همشون میرن ایرانو میان، اصلا کاری ندارن، بیگانه شدن با ایران. این عده هم که موندیم فعلا، این به هر دلیلی، به هر علتی، عشق به میهن، هر من کاری به دلیلش ندارم، من فقط عشق به ایرانو دارم که اینجا نشستم و هیچ چی دیگه نمیخوام. باید دست به دست هم بدیم کشور رو نجات بدیم. نرید دنبال این مسخره بازیایی که اینا براتون حلبی سازی را انداختن و چرت پرت دارن بهتون میگن و نه. ببینید ما باید مؤدبانه صحبت بکنیم و زبان ما باید زبان. همینایی که میان قیافه علی گلابی به خودشون میگیرن بهتون میگن زب دهن ما باید دهنمون بوی نمیدونم عطر اد کلون بده، بابا داره تقشون در میاد، مزدورن، جاسوسن، رفتن خونه شاه مملکت میگه دو تا تخمه درست که ندادن بخورن.
به چه شکل دیگه اینا بیان بی‌شرفی خودشون رو ثابت کنن؟ هرچی بی پدر و مادر مثل این رضا خوکی بی سواد مردی که میگه من 5 تا زبون بلدم، میگن چه زبونی بلدی؟ میگه هخامنشی بلدم، نمیدونم ساسانی بلدم، اشکانی بلدم. مردی که من 40 ساعت مثل تو رو سر کار میذارم که اصلا نفهمی چجوری سر کار رفتی، بعد 2 ساعت تازه بفهمی چجوری خوردی. در به داغون خوکچه میرن، هرچی در به داغون دوزاری جمع میکنن میان پیش خودشون. از اون طرف معصوم قمی میاد، از این طرف شرم‌آور میاد، از اون طرف صادق کثافت کلام، سارق کثافت کلام میاد، از اون طرف حشمت تیخچش میاد. سر کارمون گوشن، گیجمون کردن. مثل محمد علی کلی ده 15 راند هی کتک میخورد از جوفریزر، از فورمن میخورد میخورد، بعد تازه شروع میکرد به رقص و پا، میگه حالا بهت نشون میدم، حالا میزنم. این بلا رو سر ما آوردن، دارن رقص پا با مونگه، خستمون کردن، حالا شروع کردن رقص پا کردن. بابا به خودتون بیای. ما نشستن و نه ما ببینید ما باید نشون بدیم مگر سلطنت طلب بودن معناش اینه که تو بیای اینجوری کت سیخکی بپوشی و شیک بشینی و عطر ادکلون بزنی و بعد بری بشینی بغل دست مثلا اسمال بزاز، این همه بغل دست اینا نشستی به کجا رسیدی؟ بابا یک نفر بیاد به من بگه یک جمهوری طلب، یک اسم بیارید بابا، اسم یک تن از این اراذل و اوباشو بیارید. یک جمهوری طلب اومد نشست بغل دست یه مشروطه خواه، گفت من غلط کردم، من با تو اتحاد میکنم، جمهوری طلبم میمونم، ولی محکوم میکنم 22 بهمنو، محکوم میکنم اون پهنی که خوردم، محکوم میکنم اعدام افسران ارتشو، اعدام سران ارتشو، اعدام سربازای ارتشو، اعدام پاسوونای ارتشو، محکوم میکنم بلایی که بر سر کشور ایران اومد. من خودمو نقد میکنم. کدومشون گفتن؟ یک کی بوده؟ اسماعیل خویی بوده؟ اون چه وزنی میتونه باشه؟ کی بوده دیگه؟ به خودتون بیای. جناب مهندس لطف فرمایید شماره 9 رضاخان فاضلی رو. ممنونتون میشه. بچه هایی که کمک کردید دمتون گرم، دستون در ببخش سریع گفتم دیگه، خانوم و آقایونشو نگفتم، منو این برادر کوچیکی خودتون بدونید. همه تون عزیزی دستتونم درد نکنه، بی نهایت از سپاسگزارم. یه بار دیگه هم مجدد من اسامی رو خواهم گفت، دستتون درد نکنه. جناب مهندس خواهش من امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست، آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار، ولی این هزینه با اون چیزی که نسل‌های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون‌ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایی است که شما میزنید، از بیداری است که دارم از شما میبینم. به آینده خودتون، به آینده جوانها امیدوارم من. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. روانت شاد استاد، روانت شاد استاد رضاخان فاضلی، روانت شاد فریدون فرخزاد، دکتر فریدون فرخزاد عزیز، روان همتون شاد. ما شاگرداتون داریم راهتون رو میریم. زحماتتون بی فیض نبود، بی نصیب نبود. امیدوارم که بتونیم شاگردتون باشیم. آقای علیرضای عزیز از آلمان 50 دلار دست درد نکنه آقا علیرضا، گفته که آقا ما شما تنها نیستیم، ما پراکنده ایم. درست علیرضا جان، بعد پراکنده ایم، باید جمع بشیم، باید جمع بشیم، ایران رو نجات بدیم. آقای مهندس لطف بفرمایید پیام بچه‌ها رو، تا من خجالتشون نشم، دو تا پیام بچه ها رو با هم پخش کنید. پیام شماره 10 و 11 رو هم میشه به 4 دقیقه 5 دقیقه 9 دقیقه 9 دقیقه هم پیام بچه ها رو با هم گوش کنید. دست رو درد نکنه بچه ها. آفرین. جوان من سرباز اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم هستم.
و در جان در تن من است، از حمایت رضا شاه دوم پهلوی سوم بر نمی دارم تا اعلی حضرت به ایران برگردد و تخت شاهنشاهی نصیبش شود. اینجا رشت، 8:30 صبح. به نام ایران، اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. با درود، این جانب به خاطر سن کم و عدم تجربه لازمه یک بار گول توطئه آخوندهای زاییده شده روس و انگلیس و حزب دموکرات آمریکا را خوردم و پشت پدر تاجدارمان را خالی کردم. اما این بار به ایرانم قسم تا آخرین قطره خون حامی تنها امید و ناجی ایران زمین خواهم بود. سرباز شما تی بی تی از تهران، پاینده ایران جاوید شاه. درود بر شاهنشاه بزرگ و درود بر خاندان پاکش. خیلی زود ما تاج و تخت رو به ایران باز خواهیم گرداند و تاج رو به جای عمامه دوباره خواهیم دید. عمامه نفرت بزرگ جهانی ایجاد کرد و ایران که هیچی، تمام دنیا دیگه فهمیدن که این عمامه به سرها چقدر کثیف هستن. ما همه ایران یک صدا شاهنشاه ایران رو صدا میزنیم و میخوایم که یعنی خواسته همه ایران هست، خواسته تنها من و این و اون نیست. کل ایران دوست دارن که شاهنشاه برگرده، تاج و تخت برگرده و ایرانمون رو آزاد ببینیم. عمامه به سرها، خودتون میدونی که دیگه موقع رفتنتونه. درود بر شاهنشاه آریامه. با درود فراوان خدمت شما علیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. ما جوانان داخل کشور در طی این 3-4 سال اخیر که تظاهرات کردیم، همیشه ما مشروطه خواهان در صف اول تظاهرات ها بودیم و روبروی پهلوی ستیزان و دشمنان ایران ایستادیم و همه شهیدان از ما بودند. علیحضرت، ما شما را دوست داریم و خواهان بازگشت پادشاهی شما هستیم و بازگشت افکار پهلوی است. پاینده ایران جاوید شاه. به نام ایران، با درود. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم. شاهنشاه رضا پهلوی وارث قانونی تاج و تخت، تنها امید و پادشاه قانونی ما، ملت ایران و سرزمین من ایران است. رضا شاه کبیر، بنیانگذار ایران نوین، روحت شاد یادت گرامی، شاهنشاه آریامه، محمد رضا شاه پهلوی بزرگ، بنیانگذار تمدن ایران نوین، روحت شاد یادت گرامی، پاینده ایران، جاوید شاهان ایران ساز پهلوی ها، از ارومیه. جاوید شاه، من سرباز اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم هستم. تا خون در رگ ماست، پهلوی شاهنشاه ماست. پاینده ایران جاوید شاه. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، پاینده ایران جاوید شاه، از ارومیه. با درود بر تمامی میهن پرستان و درود بر شما آقای رضا احمدی عزیز، من حمایت کامل خودم رو به عنوان یک جوان ایرانی از شاهزاده رضا پهلوی اعلام میکنم. کلام ایشون کلام ماست، فکر ایشون فکر ماست، راه ایشون راه ماست. هر کشوری که با شاهزاده عزیز ما همکاری نکنه، در واقع با ما ملت ایران همکاری نکرده. جاوید شاه، پاینده ایران. من از رضا شاه دوم پهلوی سوم حمایت می کنم. با درود خدمت جناب احمدی عزیز و بزرگوار،
کمال تشکر رو دارم از سخنان ارزشمند و مفید و آگاهانه‌ای که در طول هفته به ما هموطنان ایران زمین ابلاغ می‌کنید. جاوید شاه، کدوم شاه؟ اعلی حضرت سیروز، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، و به امید سرنگونی نظام فاشیستی و منحوس جمهوری اسلامی و مزدورانش در خارج از کشور، روحت شاد. رضا شاه پدر ایران نوین، روحت شاد. شاهنشاه آریامهر بزرگ. درود بر اعلی حضرت سیروز، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، آریامهر دوم، جاوید رضا شاه دوم، پاینده ایران. درود بر کدبان رضا احمدی، سرباز میهن. چه دانی که ایران بیشاه چیست؟ حساب و کتابی درش هیچ نیست. نباشد سخن جزی که حرف راست. رضا شاه دوم شهنشاه ماست. که ما ره نبوده به جز شاه دوست. چه دیر و چه زود آخرش شاه اوست. جاوید رضا شاه دوم، پهلوی سوم. برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، پاینده ایران. من سرباز اعلی حضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم هستم و بدین وسیله حمایت خود را از پادشاه قانونی کشور عزیزم ایران اعلام می‌دارم. پاینده ایران، جاوید شاه. حمایت خودمون رو از اعلی حضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم اعلام می‌کنیم. غیر از رضا شاه دوم و پهلوی سوم هیچ کس مورد تایید ما و جامعه ایران داخل تهران شهرستان ها نمی باشد. درود بر شاهزاده عزیز، سپاس به خاطر بودنتان و آموختن درس مقاومت و آزادگی، زیرا سرمایه هر ایرانی نشأت گرفته از آزادگی و غرور ملی اوست و تجلی این غرور در خلال این سالها دستاورد اخلاص و عملکرد صحیح خاندان پهلوی در قبال ایران و ایرانی بوده است، به گونه‌ای که امروز بر خود می‌بالم که ایرانیم و می‌کوشم برای رهایی وطنم. پاینده باد ایران. جاوید شاه. خاندان پهلوی، ببخش پدر ایران که ناسپاسی کردیم، حق به حق دار می‌رسد. درود بر اعلی حضرت سیروس، رضا شاه سوم، زنده و جاوید شاهنشاه، سده اصفهان، همایون شهر. درود بر همه میهن پرستان، من علی اسکیش هستم و اعلام می کنم که از اوامر و دستورات رضا شاه دوم، پهلوی سوم حمایت و پیروی می کنم. جاوید شاه، پاینده ایران. ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. درود به همه همرزمان و براندازان عزیز. فقط یک کلام میگم و ختم کلام: بر دشمن پهلوی لعنت. کوروش هستم از استان تهران. برای آزادی میهنم از چنگال اهریمنان اشغالگر جمهوری اسلامی، تنها شاهزاده رضا پهلوی را وکیل و نماینده قانونی خودم و خانواده‌ام میدونم. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بچه‌هایی که لطف کردن، بچه‌ها دستتون درد نکنه، کارتون عالیه، همینطوری ادامه بدید، بفرستید توی همین کانال تلگرام، آدرسش هم که میذارم همیشه پایان حرفاتون عرض کنم. ادامه بدید بچه‌ها، همینطوری ادامه بدید تا به اینا بفهمونیم که شماها امکانات دارید، میاد میشینید دولت در تبدیل 80% قفه بمیرید، قفه بمیرید در بداهونا. بچه همینطوری ادامه بدید،
ما باید خودمون رو پیدا بکنیم تا کشور رو آزاد کنیم. هیچ راه دیگه ای نداریم. خیلی راحت بهتون میگم. بازم بهتون میگم. زبان مبارزه اینیه که من دارم میگم. آخرش هم به همین خواهید رسید. شک و تردیدی نکنید. زبان مبارزه باید محکم و قاطع باشه. با زبان لندن و لس آنجلس نمیشه جمهوری اسلامی رو برد. دیدید که نشد. 41 سال جواب نداد. زبان فریدون فرخزاده. این زبانیه که ایران رو نجات میده. فدایی اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی $100. دست شما درد نکنه. لطف و محبت کردید. سعید عزیز ما هم از آلمان $10. یه بار دیگه سعید جون دست درد نکنه. اسامی رو من یک بار دیگه بگم. آقای آریا لندن $35. دست شما درد نکنه. آقای آریای عزیز جمشید، آقا جمشید و دو پسرش $40. دست شما درد نکنه. شما و دو پسر گلت ممنونتیم. بانو فرنگیس از فرانکفورت $50. دست شما درد نکنه. بانو فرنگیس گرامی از فرانکفورت. آزیتا خانم عزیز از کانادا $20. دست شما درد نکنه. بانو آزیتا گرامی. بانو شاهپری، عجب آیدی، بانو شاهپری آلمان $50. دست شما درد نکنه. بانو شاپری عزیز. آقا شاهین گل از لس آنجلس $50. سپاس از شما آقا شاهین گل. بانو منیر از سن خوزه $100. خیلی از شما سپاسگزارم بابت لطف و محبتتون. بانو منیر گلامی خیلی خیلی ممنونم. آقا اسد همرزم ما از آلمان $25. دست درد نکنه. آقا اسد گل. آقای علیرضا عزیز از آلمان $50. باریکلا بچهای آلمان دست درد نکنه. آقا سعید هم از آلمان $10. دست درد نکن آقا سعید. و فدایی اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی $100. دست شما هم درد نکنه. بچه ها متشکریم. خیلی خیلی ازتون ممنونم. دمتون گرم. لطف و محبت کردید. بی نهایت سپاسگزارم. وقت برنامه تموم شد. یک ترانه هست کردی با صدای دلنشین مرتضی برجسته. داشتم فکر میکردم که اینو پخش کنم پخش نکنم. اون مردم الان گرفتارن کرونا و نمیدونم زلزله که اومده و چه و چه و چه و چه. به هر حال با کمک فکری جناب مهندس به این نتیجه رسیدیم که چرا نه پخش میکنیم. و از این به بعدم سعی میکنم ترانه های دیگری، چون یه سری از دوستان کرد گفتن آقا ستاله یکی دو بار آذری پخش کردی کردی پخش نکردی، حالا این کردی پخش کنی بچه های گیلان و مازندران یا خود گیلانی و مازندران بچه هش. حتما من تمام زبان های محلی ایرانی رو متاسفانه بلد نیستم ولی خیلی دوستم، دروغ نمیگم و واقعا دوست دارم و بعضی از ترانه هاشو خیلی هم دلنشینه، خیلی با درس کنم با اشتیاق گوش میکنم. در حال اینم از کارهای قشنگ آقا مرتضی برجسته عزیز هنرمند خوب کشورمون که امیدوارم همیشه سلامت باشن تقدیم میکنیم، نه فقط به بچه های کردستان، تقدیم میکنیم به ملت ایران. کردستان مال ایرانه، قلب ایرانه، آذربایجان سر ایرانه، خوزستان تن ایرانه، سیستان و بلوچستان، خراسان، گیلان، مازندران، ایلام، چهارمحال بختیاری، کوهگیلویه و بوی رحمت، لرستان عزیز، کرمانشاهان، اینا پاره های ایرانن. مگه میشه بدون اینا ایران باشه؟ نمیشه. بدون کبیرش مگه میشه زندگی کرد؟ نه نمیشه. بدون جنگلاش مگه میشه زندگی کرد؟ نه نمیشه. اصلا نمیشه. وجب به وجب خاک ایران متعلق به ملت ایرانه. همه جای ایران خانه منه، سرای منه. جانم فدای ایران، جانم فدای ایران. تا دوشنبه به همین شما خانم و آقایون روز بخیر و شب بخیر میگم. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، لطف و محبت کردن. بازم ممنون از همه شما عزیزانی که سنگر رو نگه میدارید. حرفایی که من بهتون میزنم بچه ها ناامیدانه نیست. من همیشه انسان امیدواری بودم و هستم و خواهم بود، ولی حقایق رو باید گفت. ما باید دست به دست هم بدیم تا کشورمون رو نجات بدیم. راه دیگری نیست بجز اتحاد بین میهن پرستان، اتحاد بین عاشقان پهلوی. ما رو از هم دور کردن، ما رو انداختن به جون هم دیگه، در این ما مباحث پوچ و علکی رو انداختن، یه مش تنلش رو انداختن جلو، اومدن دنبال یه سری حرفایی رو انداختن وسط که ما رو به انحراف بکشن. نه،
راه ما مشخصه، کار ما مشخصه. ما خواهان هر ایرانی با شرفی، هر ایرانی که شرافت و اخلاق داره، ما خواهان سرنگونی بدون قید و شرط فرقه تبهکاران جمهوری کثیف اشغالگر اسلامی هستیم و خواهان بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به پادشاه اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم هستیم. تموم شد و رفت. قانون اساسی هم داریم، کشورمون هم همونطوری که به ما تحویل دادن همونطوری تحویل خواهیم گرفت. هیچ کس در ایران نه از نظر قومی نه از نظر مذهبی اقلیت نیست، همه ما اکثریتیم. ایران متعلق به ملت ایرانه. باریکالله به بچه های کرد که برای من پیامایی که فرستادید ببخشید نمیتونم پخش کنم چون خیلی دیگه حال داده بودید به این بی پدر و مادر آشغال تجزیه طلب، به ویژه اون بانوی گرامی. اگر اسم نیارید و اون حرفا رو هم سانسور کنید، چند تاشو میام حتما پخش میکنم که اینا بدونن که تا ایرانی زنده است هیچ کس اجازه نخواهد داد یک سر سوزن از خاک و مملکت جدا بشه. ایران عراق نیست، ایران ترکیه نیست، ایران سوریه نیست. اگر برخی از کشورها به ویژه در منطقه تصور کردن که آره، نه آره بابا جون، یادتون نره اونجا شیر خوابیده، شیری که یه سرش تو لیبی بود یه سرش هم اینور تو هند بود، هنوز اون شیر هست. آره شما فعلا به فکر خودتون باشید و به فکر بقیه ماجراها. دخالت تو کار ایران نکنید، شیطنت هم نکنید. ما حواسمون به همه هست، ما میدونیم دوستان واقعی و دشمنان واقعیمون تو این لحظات کیان. ما گول بخور نیستیم، ما گول هیچ کس رو نمیخوریم. ما از اون طرف مراکش، موریتانی، مغرب تا این طرف تا ژاپن آب پاکی رو ریختن رو دست همتون. ما گول هیچ کس رو نمیخوریم، یه بار گول خوردیم بسته. ما از نروژ تا آفریقای جنوبی گول نمیخوریم، اوکی؟ ما از لس آنجلس تا نیویورک هم گول نمیخوریم، ما از اتاوا تا بوینس آیرس هم گول نمیخوریم. فکر نمیکنم دیگه تو کره زمین خطکشی مونده باشه که من یادم رفته باشه. پاینده باد ایران. جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ناجی ایران، مرد جهانی صلح، تنها امید واقعی ملت ایران. برت میگردونیم اعلیحضرت به ایران. ما این کار رو خواهیم کرد، ما ایران رو پس میگیریم و مجدداً پادشاهی رو در ایران برقرار خواهیم کرد. زنده و جاوید باد سلطنت پهلوی. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم. بجنگید تا بجنگید، خواهید دید کی پیروز میشه. ما پیروز میشیم چون ثابت کردیم در تاریخ که چگونه پیروز شدیم. هر کشوری روش خودشو داره، ما هم روش خودمونو داریم. کولی گرفتید، ولی نوبت کولی گرفتن ما هم میشه. بعد ما وقتی کولی بگیریم بعد جوری کولی میگیریم، اون وقت مجبورید که آره دیگه. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه. پاینده ایران جاوید شاه. Oh yeah.